بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم اوقات بهتری باشه، برنامه رو شروع میکنیم. الوعده وفا، به شما گفته بودم که سعی میکنم از آقای دکتر محمد اقتداری دعوت کنم که بیان و درباره وضع اقتصادی ایران و جهان صحبت کنن. ایشون لطف کردن با اینکه در این ایام میدونید بعد از ژانویه توی آمریکا، بعد از مکافات کریسمس و سال نو و اینها، مردم حقیقتا توی سر خودشون میزنن برای اینکه مالیاتاشون رو پر کنن و تقدیم کنن به دولت. آقای اقتداری هم چون سالهای سال در این منطقه در کار تهیه و به اصطلاح مرتب کردن اوراق مالیاتی مردم هست، خیلی مشغول هستن و از ایشون واقعا ممنونم که دعوت من رو قبول کردن و ازشون قول گرفتم که بعد از این ماجراهای تکس و اینها حدوداً توی ماه آپریل باز با شما باشن و اون موقع حضوری اینجا که شما هم بتونید اگر سوالی دارید ازشون بپرسید. پیشاپیش بهتون سال نو رو تبریک میگم آقای اقتداری و باز هم ممنونم و چه حسن ختامی بهتر، امروز آخرین برنامه من هست در سال 2016 و این برنامه رو با وجود دوستانی مثل شما و آقای دکتر کاظم افشارها در قسمت دوم به پایان میبریم. من ساکت میشم و میکروفون رو در اختیار شما میذارم، سلام و احوالپرسی کنید با بینندگان در سر تا سر جهان. بعد میریم راجع به این مسائل اقتصادی ایران و جهان حدود 20-25 دقیقه صحبت میکنیم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. آقای اقتداری خوش آمدید، بفرمایید. با سلام خدمت شما جناب صوفی و تمام بینندگان گرامیتون که در این وقت پای تلویزیون نشستن این برنامه رو میخوان تماشا کنن، آرزوی تندرستی و شادی برای همه افرادی که در ایران هستن و در خارج کشور هستن دارم و امیدوارم که همه سالی پربرکت داشته باشن و امیدهایی که ما داریم که انشالله اوضاع در مجموع یه ذره برای مردم بهبودی حاصل بکنه به ثمر برسه. یعنی که خیلی ممنونم دعوت کردید که در این برنامه شرکت کنم. همینطور که فرمودید سر ما امروزا خیلی شلوغه، ولی انشالله در ماه اواخر ماه آوریل در خدمت خواهم بود. هر برنامه که داشته باشین در خدمت هستم. بسیار ممنونم آقای اقتداری. خیلی ها الان پنیک کردن و میگن سال 2016 تقریبا میشه مثل سال 2008 و یه رکود اقتصادی منتظرمون هست، ولی اون روز که با شما صحبت کردم شما گفتید نه، سال 2016 هم مثل سال 2015 است و کلن این وضع اقتصاد جهان و مخصوصا ایران به چه صورت هست؟ یک به اصطلاح خلاصه ای برای ماها که چیزی از اقتصاد نمیدونیم بگید تا امیدوار باشیم که نترسیم و با دلگرمی اگه قرار جایی کار کنیم، سرمایه گذاری کنیم، اون کار رو انجام بدیم. بفرمایید. خواهش میکنم. عرض کنم که خب اقتصاد جنبه های خیلی متفاوتی داره و از زوایای مختلف میشه به مسائل اقتصادی توجه کرد و به اصطلاح برداشت های گوناگون هم نمود. اینی که هر اقتصاددونی هم اگر از این سوال بکنی ممکن نظر ویژه داشته باشه، ولی من با مطالعاتی که تو این بخش اقتصاد همیشه خب رشتم اقتصاد بوده کردم و اینا، من اولا جای نگرانی نمی بینم. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که در حقیقت اقتصاد آمریکا در اون حدی نیستش که به اصطلاح با فروکش و وضع خراب و بدبینی این چیزا رو برو بشه. اقتصاد آمریکا در حال رشد، منتها رشدش خیلی آهسته و کمه. یعنی اگه قبلها 4% 5% رشد اقتصادی داشت، خب الان دیگه دور و بر 1%، 0.5%، 1.5% داره تقلا میکنه و به هر صورت خب این روند خیلی خوبی برای اقتصاد نیستش که در این حد، اونم در سطح اقتصاد آمریکا که نمره 1 هم هستش تو جهان، رول بازی بکنه، یه همچو به سر حالتی رو داشته باشه. ولی خب چارش چیه؟ مشکلات این چند تا از اقتصادها به جمله آمریکا و انگلیس و ژاپن عمدتاً به خاطر این هستش که اینا سه تا عامل دارن که مشکل ساز برشون. یه عاملش این هستش که اینا قرض دولتی، یعنی بدهی دولتی بسیار بالایی دارن. به عنوان مثال در آمریکا الان داره نزدیک 19 تریلیون دلار میشه و این حجم پول که دولت بدهکار هست یک ترمز بزرگ رو خیلی از مسائل اقتصادی آمریکا گذاشته.
در حقیقت این 19 بیلیون دلار که داره بالا میاد بر اساس تئوری کینزیان که در دهه 60 خیلی مرغوبیت پیدا کرد و مورد توجه قرار گرفت، قرار داره که دولت هرچی که بیشتر خرج کنه میتونه امپلویمنت یعنی اون بخشی که مردم کار دارن میکنن در جامعه بیشتر میشه، در نتیجه رونق اقتصادی بیشتر میشه. کینزیان تئوری در خدمت ازدیاد کار و مبارزه با بیکاری بود که توسط برنامه‌های دولتی این کار میتونه انجام بگیره. منتها یه بخش دیگه هم داشت و اون این بود که وقتی که شما مثلا دولت قرض کرد از مردم خودش و یا از بانک‌ها و یا از خارجی‌ها و رونق اقتصادی نسبی حاصل شد، اون وقت باید کوشش بکنه که اون بدهکاری رو پس بده. در آمریکا متاسفانه و اغلب دولت‌ها اینطوری هستن که وقتی که قرض می‌کنن نیست که یادشون میره که باید قرضا رو پس بدن، به خاطر اینکه اون رشد اقتصادی رو حفظ بکنن و گسترش بدن هی بیشتر و بیشتر قرض می‌کنن، تا به حدی که الان خب در آمریکا نزدیک 19 تریلیون دلار رسیده. این 19 تریلیون دلار گفتنش ساده است، ولی این رو توجه بفرمایید که اینها قرضهایی هستش که دولت کرده از بنیادهای مالی، حالا چه بین المللی چه آمریکایی، و اینا در برابر سود یعنی انتظار بهره بوده که دارن میگیرن، و این بهره بسیار فشار داره میاره رو بودجه دولت آمریکا. و از این نظر خب اگر بخش بزرگی از بودجه فقط صرف پرداخت بهره باشه، بقیه بودجه به هر صورت تأمین کننده مصارفی که باید انجام بگیره نمیشه، و دیگه هم اونقدر قرض نمیتونن بکنن که دوباره مثلا رونق اقتصادی بدن، نتیجتاً اقتصاد با یه رکود روبرو میشه. الان البته اقتصاد آمریکا با رکود روبرو نیست، ولی یکی از مظاهری که باعث عدم رشد اقتصادی و اینا میشه و نااطمینانی ایجاد میکنه در خیلی از زمین‌ها همین مسئله قرض زیاد از حد دولت آمریکا و همچنین انگلیس و همچنین ژاپن به منابع مالی بین‌المللی و داخلی خودشون هستش. یک بخش دیگه به خاطر همین جریان هستش که شما ببینید که همین سه کشور آمریکا و انگلیس و ژاپن کسری بودجه دارن، یکی بیشتر یکی کمتر، ولی هر سه تاشون کسری بودجه دارن. وقتی کسری بودجه دارن نمودار از این هستش که به هر صورت وضع دولت اونقدر مساعد نیست و برای انجام فعالیتی که داره دو راه بیشتر نداره، یکی برنامه را به اصطلاح قطع بکنه انجام نده، و یا اینکه دوباره قرض کنه. اینها از بس قرض کردن قرضشون خیلی بالاست، بنابراین یه ابایی وجود داره که به اصطلاح قرض اونقدر انجام ندن، در نتیجه رشد اقتصادی به اون خوبی که باید شاید انجام نمیگیره. یه بخش دیگه هم که هستش که عامل سوم این جریانات هستش، مسئله شما وقتی که جنس میسازی و صادر میکنی و جنس میخری و وارد میکنی، یک تعادل باید وجود داشته باشه بین صادرات و واردات از نظر مالی که شما حتی المقدور مثبت باشی، یعنی اون چیزی که صادر میکنی بیشتر از وارداتت باشه. اگه بالعکس باشه یعنی چی؟ یعنی به قول آمریکایی‌ها بالانس آف پیمنت یا بالانس پرداختی شما بالا میره، و همچنین در آمریکا و انگلیس و ژاپن بالانس آف پیمنت منها یعنی منفی به درجات مختلف بالا هستش، و این سه تا عامل در حقیقت فشاری هستن که روی سه کشور بزرگ اقتصادی میرسونه، میذاره که به اصطلاح اینا نتونن اقتصادشون رشد بده. حالا به عنوان نمونه اونورش هم بگیم که مثلا در جهان غرب بین اون کشورهای جی 7 که به اصطلاح 7 تا کشور بزرگ توسعه یافته دنیا هستن، دیولپد دنیا هستن، از بین همه اینا آلمان درجه یک رو داره. از نظر چی؟ اونها بدهی که ندارن هیچی، بلکه به اصطلاح طلبکار هستن از خارج. خب این یک امر مثبته، یعنی به جایی که بخوان بدهی پرداخت کنن دولتشون، میبینید که طلبکار هم هست. بعد نه تنها کسری بودجه نداره، بلکه اضافه بر بودجه درآمد داره، این از طریق مالیاتش و از سایر فروشایی که انجام میگیره، مالیاتایی که میگیره، درآمد دولت بیشتر هستش، و در نتیجه وضع اقتصادیش بسیار خوبه. تازه اون بخش آخریش هم که بالانس آف پیمنت هم دارای یک به اصطلاح جنبه مثبتی هستش که اینقدر صادرات آلمان بیشتره به دنیا،
از وارداتش که حد و حصر نداره، و همین دلیل اقتصاد آلمان یک اقتصاد خیلی به اصطلاح مطمئن و پیشرفته و مثبت هستش که خیلی ها برای سرمایه گذاری میرن تو آلمان سرمایه میذارن. یعنی الان اگه بخواید سرمایه گذاری بکنی، شاید در نه که اساسا نباید کرد، ولی شاید بس اگر صحبت هم از سرمایه گذاری بزرگ هستش در آمریکا و در ژاپن و در بریتانیا زیاد خوب نباشه، ولی در آلمان حتما خیلی خوب خواهد شد. ترجیح کردین؟ بله. بعد از اون سوئد هستش. سوئد هم اتفاقا همین حالتو داره. اونم به اصطلاح بالانس آف پیمنتش مثبته و بدهکاریش هم خیلی کمه، کسری بودجهش هم بسیار کم هستش. میای مثلا به چین توجه میکنی، چین اتفاقا گرچه که خیلی هم پول قرض داده به سایر کشورها و پولش در خارج کشورها وجود داره، مهازا از نظر اقتصادی اقتصاد چین، یعنی دولت چین بدهکاریش زیاده به بانکهای خودش و به جاهایی که به اصطلاح سرمایه گذاری کرده و پیمانکارهایی که بهشون بدهکاره، و این یک فشار آورده رو اقتصاد چین. چرا؟ برای که در سال 2008-2009 در چین تصمیم گرفتن که میخوان یه رونق بزرگ اقتصادی در همه جا به وجود بیارن، و در نتیجه پول دولت قرض کرد و ریخت توی بازار. منطقه کدوم بازار؟ بازار ساختمان. شهرهای جناب سوربی در چین وجود داره با داونتاونش، با تمام تأسیسات و جاده ها و هتل ها و عرض کنم آپارتمان ها و مغازه ها، ولی بدبختانه یک نفر آدم هم تو اون شهر وجود نداره. اسمم داره، رسمم داره، رسمیتم داره، ولی آدم توش وجود نداره، یعنی کسی توش زندگی نمی کنه به جز یک چند نفری که فقط نظافت میکنن به اصطلاح خیابون ها را. این مشکل مثلا اونجا داره. در مجموع کل اقتصاد جهانی زیاد وضعش خوب نیست. حالا بعضی کشورها مثل آلمان و سوئد و احیانا کره جنوبی و عرض کنم که خدمتتون که بعضی کشورهای دیگه یه حالت رشد و سنگاپور به ویژه رشد نسبتا خوبی دارن، به خاطر که بدهکاریشون کم هستش، به خاطر که کسری بودجه ندارن، به خاطر که بالانس آف تریدشون مثبت هستش و به نفعشون هستش، بنابراین بعضشون نسبتا خوب هستش و در اونجاها رونق اقتصادی وجود داره. ولی به خاطر که اقتصاد سرتاسری هستش در همه دنیا و به هم وابستگی وجود دارن، هم اقتصادهای پیشرفته مثل آلمان و آمریکا و اینا، و هم اونهایی که در حال توسعه هستن مثل چین و بقیه جاها و هندوستان اینا که در جا هم میزنن خیلی هاشون، به هر صورت دچار مشکلات هستن که باید اجناسی که تولید میکنن بفروشن و این چیزا. ولی و چند سال گذشته یه مقداری مشکلات بوده در مقدار حجم تبادل بین تمام کشورهای دنیا از غرب به شرق و از شرق به غرب و اینا، که به هر صورت اقتصاد اونقدر که باید شاید رونق نگرفته. ولی یکی دو تا آمار اخیراً در اومده که جنبه امیدوار کننده رو داره. یعنی وقتی که شما میبینید که تقاضا برای خرید استیل یا آهن در کشورهای پیشرفته زیاد میشه، معنیش اینه که سرمایه گذاران دارن به فکر این هستن که یک مقدار تولیدات بیشتری در زمینهای مختلفه انجام بدن، حالا چه کارخونه سازی است، چه تأسیسات دیگه هستش، چه دفاتر، چه منازل هستش. برسر خرید آهن توسط کشورهای پیشرفته یه امر مثبته. خرید مس هم این اواخر یه مرتبه رفته بالا و حجم خیلی بالایی رو به دست آورده، یعنی در حد 15% رفته بالا. اینی که اینا یه نکاتی هستن که آدم میتونه دست بهشون بندازه بگه که مثلا وقت وضع اقتصادی در حال بهبود است، نه در حال بد بودن. البته در این مناسبات انتخاباتی که در آمریکا وجود داره، کاندیدا انواع و اقسام حرفا میزنن که در روزنامه ها و رادیوها و تلویزیون ها منعکس میشه که وضع بد اقتصادی در آمریکا تو بدتر میشه و ما به اصطلاح وخیم میشه اوضاع، از این حرفا میزنن به خاطری که مثلا فرض کنید جمهوری خان مخالف دموکرات ها هستن و سیاست آقای اوباما رو قبول ندارن، در چه فکر میکنن اون اقتصاد خراب کرده، ولی به جناح مثلا دموکرات گوش میدید میبینید اقتصاد رو خیلی بعدش بهتر کرده و از این بدتر نشده و بهبود حاصل کرده. این نوع مسائل وجود داره. این که در مجموع ارزیابی این هستش که
از اقتصاد جهانی یه ارزیابی مثبت وجود داره و در حال عقب رفتن نیستش، بلکه در حال پیشرفته. ولی بازم تکرار کنم که این پیشرفت یک پیشرفت به اصطلاح خیلی کند و آهسته خواهد بود. این در رابطه با بحث جهانی، مگر که بخواید نکته دیگه بهش اضافه بکنم میتونم، ولی اگه اجازه فرمایید یه چند نکته هم راجع به ایران صحبت بکنم. بفرمایید. فقط در رابطه با آمریکا که گفتید در حال پیشرفت هست ولی خیلی آهسته، بله. فوری سوال میاد که چرا کشوری مثل آلمان که سیستمش سوسیالیستیه تقریبا، بیمه های اجتماعی سوسیال دموکراته، بله، دانشگاه مجانی برای مردم و اینها، اونا وضعشون بهتره، ولی آمریکا که قرار کپیتالیست باشه و همیشه افتخار میکرده به اینجا که مهد پول و پول ساختن هست، اینجوری. ضمناً من اون ساعت بدهکاری آمریکا رو نشون دادم، همونجوری که شما گفتید بیش از 19 تریلیون، یعنی 19 با 12 تا صفر بیشتر بدهکار هست، ولی باز همونجوری که شما گفتید خود مسئولین دولت آمریکا هم بعضی هاشون به شوخی میگن مثل مردم که کردیت کارت ها رو پول نمیدن، ما هم پول چین رو ممکنه بالا بکشیم. و من ساکت میشم، شما درباره ایران صحبت کنید. ضمناً آقای اقتداری، اگه کسی بخواد در امور مالی یا سرمایه گذاری مثلا کاری انجام بده، شما فاینانشال ادوایزر اینام هستید یا فقط حسابداری انجام میدید؟ نه خیر، فاینانشال ادوایزر یک رشته دیگه هستش، مثل جریان این کارا، مثل جریان دکتراست دیگه. هر کس مثلا یکی دکتر قلبه، خب اون که نمیتونه مثلا زانو رو جراحی کنه، خب در این حال که دکترم هست، یکی هم مال زانو قلب رو نمیتونه این کارو بکنه. در نتیجه این مسئله وجود داره و ببخشید قطعش بکنم اینو. بله، عرض کنم که اینطوری تخصصی هستش. من فاینانشال ادوایزر نیستم و فاینانشال ادوایزرها یک رشته خاص دارن و افراد خاصی هستن، باید توی به اصطلاح بورس و اینا خیلی تبحر داشته باشن، خیلی اونجا کار کرده باشن و دگری همون رشته هم دارن و در نتیجه اونها هستن که میتونن ادوایز بکنن. و بعضی هستن که تو پشت تلویزیون‌های ایرانی فاینانشال ادوایزر هستن و نظریات خودشون رو مطرح میکنن. من متاسفانه نیستم. نه بسیار ممنونم. پس لطف کنید راجع به ایران صحبت کنید. ضمناً در رابطه با تخصصی بودن، خود شما گفتید لازمه فقط آدم یه مهمونی بره اونجا، طرف اصلا دکترا هم نداره در رابطه با، یعنی دکتر پزشکی هم نیست، در رابطه با همه چیز صحبت میکنه. من روزی که شما لطف کردید و کمک کردید به من، با وجود که من سالهاست خودم تکسامو پر میکنم، به مردم، به دوستان پیشنهاد کردم خب میخواین پول سیو کنید، کار کنید، وارد بشید، انجام بدید، ولی ببرید آخر کار تکستون رو به یه نفر مثل آقای اقتداری یا دیگران نشون بدید که مطمئن بشید این درسته. بعضی وقتا حتی پول گیر آدم میاد، یعنی درسته که فکر میکنیم ما همه چیز رو این توربو تکس ازمون پرسیده، ولی یه ریزکاری های هست. باز شما هیچ مثلا نمونه هایی دارید که یه همچین اتفاق افتاده باشه، دوستی مثلا خودش تکسش رو پر کرده باشه بعد به شما که نشون داده، حالا نمیگیم از سر تا پا اشتباهاتی داشته باشه و به نفع شده باشه که باشه؟ بله کاملا اینطوری، برای که اغلب مردم که به صورت عادی مثلا به ویژه جوونا که پر میکنن، خب میگه خب ما که کامپیوتر بلدیم، سافتور هم که بلدیم، خیلی قشنگ میتونیم انجام بدیم، یک W2 هم داریم یا مثلا یه خونه هم داریم، ولی یه سری اقلامی هستش که اونا یادشون میره از خودشون سوال کنن. یه سری سوالاتیه که مثلا ماها بالاخره میگن تجربه آدم چیز آموزن نمی کنه دیگه. بعد از اینکه مثلا تعداد زیادی سالایی شما این کارا رو کردی و تجربه داری، با انواع و اقسام مالیات ها روبرو شدی، نتیجهش این میشه که شما یه ریزکاری ها یاد میگیری که آدم معمولی یادش میره. اغلبش هم به خاطر فراموشی است یا مثلا سهو کرده، اشتباه کرده، اصلا قصدشون مثلا خراب کردن که نیست، میخوان کار درستی انجام بدن ولی اشتباه میکنن و اون اشتباه باعث این میشه که مثلا به ضررشون تمام بشه، یا به ضرر خودشون، به ضرر خانوادهشون تمام بشه، یا حتی اون پرچم وجود داره، یا حتی اون فلگرد چیز پرچم به اصطلاح ادیت بیاد سراغشون، یعنی اونا هم هستش. بله، یعنی اگه اشتباه لوپی انجام بگیره عادت هم میشن و وقت خب. بعد مشکل تر میشه. حالا برگردیم سر ایران. بحث اصلیمون مال ایران. خب در این عواملی که من خدمتتون عرض کردم،
خب ایران که نه جزو کشور پیشرفته است و نه جزو کشورهای بهش میگن چیز در حال توسعه مثلا، خب در حال توسعه هستش، ولی یک کشورهای دیگه هم هستن که مثلا توسعه به حد اعلا نرسیدن مثل کشورهای پیشرفته جی 7. مثال بزنم مثل روسیه و ترکیه و عرض کنم که نایجریا و کره جنوبی و حتی برزیل و اینا، ایران به حد اونا نرسیده، یعنی عقبتر از اونا هستش. اونا هم یه اسم خاصی دارن و به هر صورت 7-8 کشور هستن و جلساتی هم دارن در سطح جهانی با همدیگه، همینطور که جی 7 دارن اونا هم دارن، آخریش هم تو مسکو انجام شد. ولی به هر صورت ایران بد نیست در اقتصادی، رشدش از خیلی از کشورهای شبیه خودش بیشتر بوده. امسال مثلا آقای روحانی انتظار داره که مثلا رشد اقتصادی حدوداً 8% باشه، که خب رقم خیلی خوبی است، منتها یه بخش زیادیش منوط میشه به این پولایی که از بابت تحریم ها برداشته شده به ایران برگشته و یه رونقی داده. یکی دو تا خبر خوب هستش راجع به اقتصاد ایران. مثلا در اواخر پاییز وضع بورس ایران بسیار خراب شده بود و تعداد زیادی از افراد تو شرکت‌های ضررهای گنده‌ای کردند، ولی با همه این احوال بعد از اینکه قرارداد هسته‌ای بسته شد، در آخرین روز که دیروز بوده که آخرین به اصطلاح جلسه بورس بوده و سال 94 رو به پایان برده، ببینه که بورس ایران با 28% رشد خودش رو ثبت کرده. این خیلی جالبه، یعنی این که با رشد سال رو به پایان برسونه تا با عقب افتادگی و به اصطلاح منفی بودن خیلی جنبه مثبتی رو داره، که عمدتاً هم اینو منوط به عقد قرارداد هسته‌ای وانمود کردن. از طرف دیگه تا کنون 26 تا از بانک‌های ایرانی و شعبات بانک‌های ایرانی در خارج از کشور که قبلاً تا قبل از به اصطلاح برداشتن تحریم‌ها از نظر مالی نمیتونستن هیچ نوع معامله ای رو انجام بدن با بانک های بین المللی، الان از طرف سویفت مورد پذیرش قرار گرفتن و میتونن دیگه مثلا معاملات رو گزارش بکنن. در این حالی که مثلا میبینید که وضع اقتصادی که حالا یک ذره تحت تاثیر این عقد قرارداد روحیه مردم بهتر شده و رونق بیشتری گرفته، عمدتاً به خاطر به لحاظ این هستش که اغلب کمپانی‌های خارجی هنوز با شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت که اغلب هم در ارتباط با سپاه پاسداران هستن و یا خود دولت متعلق به خود دولته دارن کنترات می‌بندن، مثلا کنترات 100 هواپیمایی که از فرانسه به اصطلاح ایرباس خریدن، و یا اینکه مثلا کنترات 2 بیلیون دلاری که با ایتالیا امضا کردن در ارتباط با تولید استیل، نه آهن، استیل در ایران، و همچنین کنترات 439 میلیون دلاری که شرکت سیتروئن فرانسه با ایران خودرو برگزار کرده. اینا هم شرکت‌های بزرگ، حالا اگه دولتی کامل نه ولی وابسته به دولت بودن، و اینا هستن که دارن به اصطلاح منفعت این عقد قرارداد رو میبرن. اتفاقا یه نفر از اتاق بازرگانی تهران، آقای عشقی نامی، بهمن عشقی، بر صورت ایشون دفتردار اتاق بازرگانی هستش، شکایت کرده بود که در حقیقت یعنی اظهار نگرانی کرده بود که این جریان به اصطلاح تمام شدن مسئله هسته‌ای با ایران به نفع شرکت‌های خصوصی و کوچک ایران تمام نشده. توجه کردید؟ یه مثال براتون میارم. یه آقایی که می‌خواسته که ابزار جراحی اعصاب را بخره، در یک کنفرانس که در دبی اخیراً برگزار شده بوده شرکت کرده و کمپانی‌های مختلفه بودن که این ابزار پزشکی، این جریان پزشکی بوده، شرکت داشتن. ایشون می‌خواسته مثلا یه ابزار خاصی به قیمت 30,000 دلار بخره. اونا بحثشون سر این بوده، یعنی خیلی هم علاقمند بودن بیان باهاش صحبت بکنن و قهوه بخورن و حرف بزنن، ولی وقتی که پای عقد قرارداد می‌شده میگفته شما چطوری می‌خواید پولیشو به ما بدین؟ شما نمی‌تونید پولیشو بدین. چرا؟ برای که هنوز یک سری از تحریم‌هایی که آمریکا بر علیه ایران داره از نظر بانکی هنوز پابرجاست. تجی کردین؟ بنابراین افراد
عادی و شرکت های کوچک و به اصطلاح کمپانی های کوچک ایرانی هنوز قادر به معاملات بین المللی در سطح معقولی نیستن که بتونن ابزار که لازم دارن رو بخرن و یا اینکه مثلا موادی که لازم دارن رو وارد کنن، عمدتاً هم به خاطر اینکه پولشی نمیتونن بدن، بعضیشون سر پرداخت پول هستش. همینطور که عرض کردم تاکنون 26 تا بانک فعلا سویفت رو باز کردن و این ممکنه یه رونقی بده به این بخش، ولی مسئله این که هنوز تحریم‌های آمریکایی، نه اروپایی، تحریم‌های آمریکایی بر علیه ایران تو زمینه بانکی وجود داره، از ترس این که آمریکایی‌ها به اصطلاح در دادگاه‌ها بر علیه اون کسایی که تو معاملات به اصطلاح خصوصی با ایران رابطه برقرار کردن محکوم نشن و محکوم به پرداخت غرامت‌های خیلی سنگین نشن، مجبور شدن که بر صورت این کارا رو انجام ندن دیگه، یعنی معامله فعلا انجام نمیگیره. اینکه این موضوع خیلی مهم هستش. دولت ایران در مجموع، البته اینو عرض کنم که یکی از کشورهایی است بین کشورهای نفتی که در نظر پیشنهاداتی که از بانک جهانی سالیان قبل بهش شد، از زمان نوربخش به این ور، برصد کوشش کرد که اتکایش به نفت رو کمتر بکنه از نظر بودجه خودش، و الان اتکای به نفت بودجه دولت ایران حدود 30% بودجهش هستش، که در قیاس با مثلا فرض کنید ونزوئلا که 99% و یا عربستان که 95% خیلی موقعیت بهتری داره. شما همینطوری تصور بفرمایید با قیمت نفتی که افت کرده به حداقل 26 دلار هم رسید اخیراً، ولی اخیراً دوباره رفته بالا، مثل که همین هفته بلومبرگ گفتش که قیمت نفت مال آمریکا 37 دلار و نیم بوده هر بشکه. بر صورت با اونا با مشکلات عدیده روبرو شدن. کشور عربستان با تمام این پولی که از فروش نفت به دست میاره، روز 9 میلیون بشکه میفروشه، محاضا از نظر مخارجی که داره در کشورش و تعهداتی که به خودش و به اهالیش داره و به کله گنده‌های خودش داره، آنچنان عقبه که اگه همینطوری ادامه پیدا بکنه با ورشکستگی روبرو بشه. چرا؟ بلکه اتکایشون به دریافت پول نفت برای پرداخت تمام مخارجی که در عربستان وجود دارن تو تمام زمینه‌های نظامی گرفته تا اقتصادی و اجتماعی خیلی زیادتر از ایران هستش. در نتیجه ایران از اون نظر یه ذره وضعش بهتر هستش و با 30% اتکا، بنابراین این که حالا قیمت نفت خیلی بره بالا یا خیلی بیاد پایین رو از این حرفا، اون اذیتی که در ونزوئلا داره میشه و در عربستان میشه و در سایر کشورهای حتی نایجریا و این چیزا، اونقدر نیستش که در کمتر هستش از اونجا به نسبت که در ایران وجود داره. اینه که در نهایت وضع اقتصاد ایران خب در مجموع اقتصاد بیماره، عمدتا به خاطر اینکه بخش دولتی که همون وابسته هم به دولت باشن این چیزا، سهم بزرگ از اقتصاد بالای 80% رو داره و این یه اقتصاد به اصطلاح پویایی نمیتونه باشه که رونق خوب داشته باشه. ولی به هر صورت کسانی هم هستن در جامعه که صرف نظر از همه این حرفا با پولایی که حالا به هر طریقی به دست آوردن و یا قرض میکنن، کارهای خیلی گنده‌ای میکنن. یه آقایی هستش در ایران که قبلا مدیر هتل هیلتون هتل تهران بوده از زمان شاه گرفته تا بعدش، خب، و این بعدم رفته تو بخش به اصطلاح چیز ترانزیت و این چیزا و خیلی خلاصه پول به هم زده. ایشون در صدد اینی که در شمال تهران یک هتل بسازه، بزرگترین هتل ایران باشه و واقعا هم خواهد شد. چرا؟ برای که جایی که به اصطلاح این هتل رو دارن میسازن، یک گودالی کنده شده که همش هم دوروبرش سیمان و این چیزا، دیوار سیمانی بالا آوردن، بزرگ هم هستش خیلی، با عمق 240 فیت رفته پایین برای به اصطلاح شالوده سازی و پارکینگ سازی و از این حرفا، و قراره که 53 طبقه هم هتل بالا بیاد بعد از که رسید به سطح زمین، یعنی 53 طبقه هم باشه بالای زمین. خب این یه امر بزرگی است و سرمایه خیلی بزرگی میخواد، و خب این شخص البته در ارتباط با اینکه چطوری میتونه این پروژه رو تمام بکنه، با خیلی حالت امیدوارانه میگه که یا با شرکایی که ممکنه تشویق بکنیم از سنگاپور و از اندونزی و تایلند و این چیزا و یا جای دیگه،
و یا اگر اونا هم نخوان که سرمایه گذاری بکنن و شریک بشن، ما مجبور هستیم بر صورت از بانک‌های ایران قرض بکنیم و بر صورت این جریان را ظرف 2 سال آینده تمام بکنیم. یعنی از این برنامه هم خیلی زیاد وجود داره. اخیراً رونق یعنی بازار فروش خودرو خیلی پایین بود این اواخر، یه ذره رونق پیدا کرده. مسئله بزرگ اقتصادی که در ایران وجود داره مسئله خرید فروش زمین و همچنین خرید فروش املاک و اینا هستش که ظرف چند سال گذشته با رکود بسیار زیادی روبرو بوده و به هر صورت سیاست‌های مختلفی وجود داره از طرف دولت آقای روحانی که مثلا بتونن یه رونقی به وضع به اصطلاح خرید و فروش املاک اینا بدن. به همین دلیل بود که در ماه‌های آخر سال قبل نوامبر و دسامبر یک بحثی بود در داخل ایران در هیئت اقتصادی دولت که آیا از 2 تا مشکل اساسی که دارن، یکیش رکود اقتصادی و دیگری تورم، به کدومش توجه بیشتر بکنن. چرا؟ برای که اگه میخوای تورم رو از بین ببری یه سری سیاست‌ها لازمه برای انجامش، و اگه بخوای رکود رو باش مبارزه بکنی یه سری سیاست‌های دیگه‌ای لازم هستش که شما انجام بدی. نتیجتاً به این نتیجه رسیدن که بهترین راه حل شاید این باشه، بعد از که خیلی هم بحث کردن، که بهتره که به رکود توجه کنن و کار به تورم نداشته باشن. چرا؟ برای که خیالشون یه مقدار از تورم به اصطلاح آرامش پیدا کرده بود، به خاطر که تورم این اواخر پایین‌تر رفته بود، کمتر شده بود به خاطر رکود وجود داشت. همیشه 2 تا سیاست همراه هم بودن، یکی به اصطلاح رونق اقتصادی همراه با تورم بالا و یکی هم تورم پایین همراه با رکود، و اخیراً هم دوچار همین موضوع بودیم، یعنی رکود و تورم پایین همراه همدیگه بودن. نتیجتاً چون خیلی نگران تورم نبودن، گفتن که یه کارهایی بکنیم که از ذره رکود ما بتونیم یه ذره تشویق بکنیم، از رکود در بیاییم. و همین دلیل یه سری پیشنهاداتی دادن، مثلا فرض کنید که قرض بدن به مردم، بهشون یه کارتایی دادن که این کارتا بتونن مردم جنس از جنس‌های ایرانی، ساخت ایرانی رو بخرن، نه جنس‌های ساخت خارجی رو. یعنی مثل کارت‌های اعتباری؟ بله، کارت اعتباری. بله. از بانک قرض می‌کنی و یه کارت بهت میده و این کارت با هوشمند نمی‌تونه چه جنسی ایرانیه چه جنسی نیست. بله بله. مثل یعنی مثل فود استمپی که اینجا مثل فود استمپی که دولت میده، میگه مثلا الکل و دخانیات نمیتونیم بخریم، اون کارت تشخیص میده. امیدواریم حالا سوء استفاده نکنن. نه، مسئله سوء استفاده که همیشه تو ایران وجود داره. همه دنیا وجود داره. نیست، ولی بله. با این دستگاه‌های جدید که آوردن که چیز هستش، خریدایی که میکنن باید مارکدار باشه و مارکاش معلومه که به اصطلاح ساخت ایرانه یا ساخت جای دیگه هستش، مارکاش هم دولتی هستن در ضمن، هر کسی مارک خودش رو نمیتونه بزنه. بله. نتیجتاً اونه. یکیش هم این بود که برای که خودرو بیشتر خریده بشه همچون کارتی دادن که مثلا فرض کنید شما بتونی قرض بگیری که بتونی فقط اتومبیل بخری. شنیدم. بله، میگفتن اگه 5 میلیون ساخت ایران باشن. دقیقاً میگفتن اگه 5 میلیون بذارن مثل که ماشینای 25 میلیونی هم میتونن بخرن. یعنی بله، یه همچین چیزایی هستش. بله. بسیار ممنون. همش در ارتباط با اینه که یه رونقی بدن. بله. کردید به اقتصاد که اقتصاد رو از رکود در بیارن. ممنون. و با اون بخشی که در ارتباط با بورس خدمت شما عرض کردم در اول بحث، فکر کنم که مردم یه مقدار روحیه‌شون بهتر شده و امیدواریشون بیشتر شده به اینکه وضع اقتصادی بهتر خواهد شد، گرچه هنوز خیلی تأثیر نگذاشته، ولی با گذر زمان به نظر منم یه ذره بهبود حاصل خواهد کرد. ولی این بهبودی به حدی نیست که تیپ ماها که آدمهای به اصطلاح دموکرات منشی هستیم و میخوایم که یک جامعه آزاد و آباد و دموکرات و پیشرفته داشته باشیم به اون حد برسه. نه، نخواهد رسید. چرا؟ برای که در دستور یه همچون جامعه‌ای این هستش که شما یک جامعه‌ای داشته باشی که طبقه متوسط ارزشمند باشه و مورد نظر سیاستمداران باشه، که بتونه این هرچی که بیشتر طبقه متوسط رشد داشته باشه در یک کشور، حتی در آمریکا رونق بازار بیشتر خواهد شد. چرا؟ برای که اگه طبقه فوقانی خیلی پولدار باشه به درد زیادی نمیخوره، یه مقدار درد دوا میکنه ولی دردش زیاد نیست. چرا؟ برای که مصرف اونا به خاطر که تعدادشون محدوده خیلی کمه، در حالی که هرچی که پول تو جیب اشخاص
طبقه متوسط میریزی، آنان خیلی زیاد خرجش میکنن، حالا یا خونه بهتر میخرن یا به اصطلاح اسباب خونه بیشتر میخرن و یا لباسهای بهتر میخرن و یا ماشینهای بهتر میخرن و مصرف میکنن. توجه کردید؟ بنابراین ما یه وظیفه داریم که اقشار فقیر رو بتونیم تشویق بکنیم با سیاستهایی که از نظر اقتصادی ریخته میشه که خودشون رو بتونن برسونن با کار و زحمت به طبقه متوسط. خب و طبقه متوسط رو هم گسترش بدیم که معنیش این باشه که یه آدم در ازای 8 ساعت کار کردن، حالا چه برای نهادهای خصوصی و یا دولتی و یا اینکه کار شخصی، بتونه یک زندگی مرفه خوب و عادلانه رو داشته باشه که راضی باشه از زندگیش و احساس امنیت بکنه. توجه کردی؟ این با سیاست کلی باشه. این سیاست فعلا در دستور کار دولت ایران نیستش. اونا بیشتر سیاستشون در تأمین منافع اقشار فوقانی است که بر صورت صاحب قدرت هستن و صاحب کارخانجات خیلی بزرگ اقتصادی نیمه دولتی هستن و از امکانات دولت بهرمند میشن و خیلی هم اشخاص در بین همین افراد وجود دارن که به اصطلاح پولدارهای خیلی کلان و گنده ایران هستن و اونا بر صورت متاسفانه تعدادشون محدوده نسبت به جمعیت ایران و اقتصاد ایران رو اونها رونق نمیتونن بدن. دقیقاً. ممنونم از شما، خبرهای خوبی دارید، امیدوارم سال آینده برای شما خوب و خوش باشه. ضمناً شنیدم کانون یک برنامه دید و بازدیدی داره دوشنبه، شما هم هستید دیگه نه؟ تا اونجا که من میدونم امشب شب برنامه نوروزی دارن که ما هم داریم اونجا میریم، دوشنبه هم احتمالاً من میرم. بله، ممنون از شما و به قول معلوم رین چک میگیریم برای دیدار شما در استودیو اپریل بعد از این ماجراهای تکس. بسیار عالی، خیلی ممنونم از دعوتتون. ممنونم، سال خوبی براتون آرزو میکنم. شما هم همینطور، مرسی. خب دوستان عزیز، با دکتر محمد اقتداری بودیم. عذر میخوام، من تو صحبتام به جای آدیت گفتم ادیت، فرقی هم با هم نداره چون تو کار ویدیو هستم، گفتم ادیت. ادیت کردنم حقیقتا مثل آدیته، ما میایم نگاه میکنیم ببینیم کجاش اشکال داره، اونجا رو برمیداریم. من به شما پیشنهاد میکنم، این برنامه نه تبلیغی هست برای آقای اقتداری، نه ایشون احتیاج به تبلیغ داره، ایشون سالهای سال تو این منطقه شناخته شده هست، الحمدلله افتخار ما ایرانی ها هستن، وضعشون خوبه. و ولی شما اگر خودتون ورقای مالیاتتون رو پر میکنید، اولا سعی کنید زودتر انجام بدید که وقت داشته باشید برای دوباره مرور کردن، تصحیح کردن. بعد با یه نفر که کارش هست، شغلش هست، حتما در نظر به اصطلاح در میون بذارید. باور کنید من اگر جای این دوستان بودم میگفتم شما تکستون رو بیارید، اگر ما کمک کردیم شما چیزی بیشتر گیرتون آمد، با هم 50-50 میگیریم. ولی مهم نیست این مسئله 50-50، مهم نیست اگه پولی گیرتون بیاد، مهم اون خیال راحتی هست که وقتی با یه نفر دیگه صحبت میکنید. گفتم خود من یه مشکل بزرگی داشتم، هرچی هم میخوندم رو گوگل و این ور و اون ور، هر کدومشون یه حرف میزدن. وقتی با آقای اقتداری تماس گرفتم، ایشون نگاه کرد و اینها، لطف کرد و گفت که این اینجاش درسته، اینجاش اینجوریه، و از ایشون ممنون و متشکرم. دوستان اگر ایام عید دید و بازدید میرید، حتما سعی کنید مشروب کم بنوشید، لذت ببرید. اولا سعی کنید بدون مشروب شاد و شنگول باشید. دوم از این که اگر هم، حالا اینجا میگن پیر پرشر، دوستان اصرار کردن و اینها خواستید بخورید، کم بخورید. اگه دیگه خیلی هم دوستتون زیاد اصرار کرد، نگاه یه گلدونی این ور و بر بکنید، مشروب رو روی گلدون بریزید، به شرطی که خرابش نکنید. بازم از آقای اقتداری ممنون و متشکرم و امیدوارم که بعد از ایام تکس و این امور مالیاتی ایشون رو ببینیم. و اما نوروز باستانی فرخنده باد. حتما شما آقای مهدیزاده تبریزی رو میشناسید، ایشون رو من سالهای سال هست که میشناسم، در این منطقه هستن. و بذارید ببینم اگر کاغذ آگهی ایشون رو پیدا کنم و ماجرا رو براتون بگم. دیروز با ایشون صحبت میکردم و ایشون گفت من شنبه برنامه گذاشتم. گفتم آقا شنبه همه جا برنامه گذاشتن، خب با هم ردیف کنید مرتب که یه برنامه که میذارید مردم بیان و اینها. ایشون گفت متاسفانه این امکان هنوز نیست و اینها، یه کسی که تو کارهای کامپیوتر و وبسایت و اینها وارده این کار رو انجام بده، تا اگر ایرانی ها میخوان برنامه بذارن بیان، یه تقویمی باشه اونجا ببینن فلان روز
کی برنامه داره، کجا هست. دیگه اون روز نذارن که یه وقت اینجوری نشیم دو تا سه تا برنامه توی یه شب یه روز، بعد میره دو سه ماه هیچ خبری نمیشه. احتمالاً اونها هم چون مردم نصفشون میرن این ور نصفشون میرن اونور، اونها هم درآمدی ندارن و تشویق نمیشن که بار دیگه این رو انجام بدن. خوشبختانه من اشتباه کرده بودم. جالبه که آدم از اشتباه کردن خودش خوشحال میشه. من این شنبه 19 رو با شنبه 26 ماه آینده اشتباه کرده بودم. با آقای مهدی‌زاده هم گفتم که شنبه من دو جا هستم، یه مجلس خط یه جای دیگه. ایشون گفت خب حالا اینجا هم بیا. گفتم باشه. بعد که دیروز با دوستان صحبت میکردم، دوست خوبمون آقای محمدعلی گفت آقا اون 26 این شنبه 19. گفتم خیلی ممنون. پس ببینید با دوستان رفت آمد کردن معاشرت خیلی خوب. خلاصه به این نتیجه رسیدیم که برنامه آقای مهدی‌زاده 26 همین ماه که امروز 18 هست هست، یعنی شنبه هفته آینده نه فردا. نوروز باستانی فرخنده با گلوبال گیلا، گلوبال نوروز، درود فراوان بر روان نیاکان و به نام نامی ایران. هزاران سال پیش نیاکان نیکندیش ما برگزیدن بهترین روز سال را نوروز نامیدن. گزیدن اولین روز بهار از نشانه عدالت الهی که همراه با رشد تازه طبیعت است، درخشش اندیشه دانشمندان ایرانی را ارج می‌گذاریم. روان مینویشان شاد باد. با الهام از ایده و آمال زرین نوروز، پروژه گلوبال گیلا میگن، گیلا هم میگن، را در 26 هر ماه. ماجرای 26 و اینها را قبلا مصاحبه کردم با آقای مهدی‌زاده. اگه اسمش رو روی گوگل تایپ کنید میاد و میبینید و میتونید بخونید. باز هم از ایشون دعوت میکنم بیان در این مورد صحبت کنن. احتمالا میگم من چون فکر میکردم که فردا میرم برای ایشون هم یه فیلم برداری میکنم، ولی الان چون فهمیدم که هفته آینده هست، فرصتی داریم که با خود ایشون هم صحبتی داشته باشیم. والا این روزا شما مکدونالد که میرید $10 میدید، نه موزیکی نه موسیقی. جدیدن هم نوشتن که نیم ساعت اینجا بیشتر ننشینید چون مزاحم دیگران هستید. میرید اینجا از ساعت 6 عصر تا 11 11 و نیم شب، نوشتن 6 تا 11 پی ام. اسم اون محلم هست استودیو، یه جای بالروم برای عروسی و برنامه های دیگر ایشون اجاره کرده در استرلینگ. و یه جا برنامه جالبیه، میگه که بیاین لباس های محلی، لباس های زیبای ایرانی رو بپوشید خانم ها. اونجا مسابقه ای، نمیدونم از ایشون سوال کنم چرا آقا تبعیض قائل شدی، چرا آقایون نه، ولی آقایون چی میخوان بپوشن؟ آقایون هم لباس های کردی، لباس های لوری، لباس های بلوچ و در هر صورت کلا دوگوشی های قشقایی های شیراز. و ایشون نوشته صاحب زیبنده ترین لباس برنده مدال طلا خواهد شد. کمپانی های اسپانسر برنامه به صورت قرعه‌کشی جوایز متعددی به میهمانان برنامه اهدا میکنن. داشتم راجع به قیمت میگفتم دوستان، همه این ماجراها $26 و بیاین حمایت کنید تا اینها هم تشویق بشن اینها رو بیشتر انجام بدهند. و اما میگم خوشحال شدم که این برنامه فردا نیست و هفته آینده شنبه است، چون الان که شب عید هست اینجا برنامه این بر اون بر اون بر، بعد یه مدتی یه دفعه میبینید هیچ خبری نیست. ولی اینجوری خوبه، این هفته دید و بازدید و جشن سال نو اینها، هفته آینده هم با هم میریم به استودیو، نه این استودیو، استودیویی که در استرلینگ هست. خب و اما شماره تلفن آقای مهدی‌زاده 202-680-04-56. با آقای دکتر محمد اختیاری هم بودیم، اون وبسایتی که نشون میدادم لار، چون ایشون اهل لار هستن و افتخار هم میکنن که هر کدومون باید افتخار کنیم، لار تکس کانسالتینگ، میتونید روی گوگل هم پیداشون کنید یا با من تماس بگیرید. پیام ها رو براتون پخش میکنم. ممنونم از اون دوستمون که لطف کردن دوباره زنگ زدن، آقای کرامت یا به قول خودشون کرامت الله. ممنونم از همشهری عزیزم آقای حسن خزائی. نازنین کاکو جون، به قول شیرازی ها کاکوی گلم، خب شما که زنگ میزنی حرفتو میزنی، چیزی که من میدونم نگو. اینی که ایمیلم هنوز درست نشده،
هر وقت درست شد خبر رو به هم بدون. تا اون موقع ما که بهت گفتیم با تلفن شما قشنگ میتونی بگی، بعد میتونی هم مستندش کنی، بگی مثلا از سایت بی بی سی، چون ما که میدونیم شما که خبرنگار نیستی تو جبهه جنگ و این ورور باشی، شما میای خبرها رو به مردم میرسونی. حالا این خبرنگار و خبررسان هم خودش فرق میکنه. در هر صورت میگی که من امروز در سایت وبسایت، و حتی میتونی با تاریخ شروع کنی، سلام من حسن خزایی هستم از کالیفرنیا یا از فلوریدا، امروز هوا اینجا خوبه، امروز 28 اسفند، امروز 18 ماه مارچه و من خبری رو دیدم که باعث خرسندی میشه، مثلا در فلان سایت، سایتش هم بگید اینجوریه، بخونید یکی دوتا تیترشو یا حتی یه پاراگراف کوچولو، همه رو نخونید خسته کننده میشه. دوم همونجوری بعد متاسفانه یه خبر غم‌انگیزم نوشتن که در چهارشنبه سوری تعدادی کشته شدن، تعداد زیادی زخمی شدن. باز من از اون آقای حسن خواجه، این برای شما نیست برای خودم، از اون حسن خواجه عبدالله میپرسم آقا هنوز هم پافشاری کنید که این چهارشنبه سوری خرافات نیست و نبوده، خرافات بوده و هست. شما اگر میخواین روزی به اون فهم و شعور برسید که جلو خرافات مذهبی مخصوصا اسلامی رو بگیرید، باید اول با خودتون رو راست باشید، صادق باشید، راستگو باشید، جلوی خرافات رو بگیرید از هر نوعش، چه زرتشتی باشه، چه مسیحی باشه، چه مسلمان. در رابطه با زرتشت و مسیح و اسلام، آقای بابک عربی چون شما اول پرسیدید من تماس گرفتم، ایشون گفت به زودی یه نیو ریلیز. من گفتم نیو ریلیز چیه؟ من گفت یه ویدیو. گفتم خب بفرمایید. ایشون چون تو کالیفرنیا هست صحبتاش هم کالیفرنیاییه، یک ویدیویی رو دیروز لطف کردن گذاشتن، ما هم روی فیسبوک گذاشتیم. روی فیسبوک کوالیتی و کیفیتش یک کم پایینه، به خاطری که ایشون میخواد همه اونهایی هم که اینترنت های ضعیفی دارن در ایران هستن ببینن و بتونن بشنون، ولی برای خود ما اوریجینالش تو ایران مثل میگن اوریجینال، اصلیشو فرستاده که 103 مگابایت هست. این رو من امروز بعد از برنامه‌های زنده که برنامه من بود و آقای اقتداری و بعد آقای دکتر کاظم افشارها و بعد هم آقای ارشاد از ایران، که آقای ارشاد با وجودی که در سفر هست ولی ویدیو رو فرستاده که ما برای شما پخش میکنیم. بعد از اون بابک هروی به مدت 15 دقیقه صحبت میکنه که من خیلی درباره حرفاش به نظرم ایراد میگیرم و دوشنبه ازش یا دعوت میکنم یا من خودم طبق معمول تنهایی میرم قاضی و راضی برمیگردم. آقای هروی در این برنامه از جان کری صحبت میکنه، از اینکه دموکرات ها دارن به مردم کمک های چیزی میدن و مردم رو مفتخور و تنبل میکنن صحبت میکنه، و از اینکه در 7 حکومت اوباما وضع اقتصادی خیلی خراب شد صحبت میکنه که همش به نظر من غلطه. بله جان کری اینکه امروز میاد میگه اینها دارن نسل کشی میکنن یا جنایت میکنن، اینها این نیست که امروز آگاه شدن، امروز بیدار شدن بر اساس سیاست که هیچ چیزی نیست به غیر از پدر سوختگی و دروغ، تا روزی که به مصلحتشون اونجوری حرف میزنن، روزی که نیست اینجوری حرف میزنن. حالا شما میگی جان کری چون دموکراته شما خوشت نمیاد، آقای دیک چینی میخوای من دروغاشو برات بشمارم؟ بعد آقای بابک عربی، البته قرار شد من صحبت نکنم روز دوشنبه، شما هم از امروز تا دوشنبه این ویدیوها روی پلیلیست ما میمونه، براتون یکی دوتا فیلم گذاشتم، یکی دوتا موزیک نوروز گذاشتم، اینها یک کمی برنامه رو از این حالت من و آقای شبستری و ارشاد اجلالی و اینجوری مینویی بیاد بیرون و اونها هم باشن در برنامه. در صورت بابک هروی ویدیو، و اون روز درباره آقای ضیاء آتاباش صحبت کردم. اگر یادتون باشه و برنامه‌های من رو دنبال کنید میدونید که من در سال 2006 اینجا میگن کمیشن شدم، هایر شدم، استخدام شدم توسط آقای امید امیدوار که برم برای آقای ضیاء آتابای و اون خانم الهام ستاکی بود کی بود فیلم بگیرم، مصاحبه‌ای برای رضا پهلوی در نشنال پرس کلاب. تصادفاً من چند روز قبلش
با نشنال پرس کلاب تماس گرفته بودم و اسم تلویزیون مردم رو داده بودم، گفته بودم که من میام اونجا مصاحبه میکنم با رضا پهلوی. و این دو قسمت بود، یه قسمتش خصوصی بود، یه قسمتش عمومی بود. بنده در اون قسمت عمومی به عنوان تلویزیون مردم سوال خودم رو مطرح کردم، روی اینترنت هم هست، از آقای رضا پهلوی میپرسم شما که قسم خوردی شاه هستی یا نیستی؟ ایشون اول دهنش خشک میشه مثل الان من، بعد آب می نوشه و میگه اگر شما میگویید که کره زمین دور کره خورشید میچرخد، کره ما اینجوری، کره ما، میگم آقا هستی یا نیستی؟ خلاصه اذیتتون نکنم، آقای ضیا و من حرفمون شد و آقای ضیا 600 دلار پول ما رو خورد. البته من آقای امید امیدوار رو تقصیر کار میدونم، چون من برای ضیا استخدام نشدم، من برای امید امیدوار استخدام شدم. ایشون باید، حتی اگر ضیا پول اونو نداد، ایشون باید پول من رو میداد، چون اون رابطه من و اون بود. در صد بماند آقای ضیا هم بعدا الان این مریض، نمیدونم، میدونید یه قده از تو مغزش در آوردن اینها. اون چیزی رو که من 30 سال پیش فهمیدم آقای ضیا شما تازگی فهمیدی و آمدی به آقا رضا میگی آقا رضا شما هنوز کاری نشدی به مردم هارد تایم میدی، شما هنوز کاری نشدی میگی اگر شما نیان توی این شورای ملی که شوربای ملی و هیچ چیزی نبود و هیچ چیزی هم نیست و هیچ اثری هم نداشت شرکت کنید نکنید امضا نکنید بهتون جواب نمیدم و شما خیانتکارین، شما خائنین. و آقا این چه فرقی کرده با حزب رستاخیز بابات؟ آقای ضیا حزب رستاخیز باباش حالا بد شد یا همیشه بد بود؟ اگه بد بود چرا تا امروز دروغ گفتید؟ البته این ویدیو مال یکی دو سال پیشه، ولی دیدنش لازمه. و بدونید دوستان، اینایی که یکی یکی امروز دارن از رضا پهلوی به اصطلاح بر میگردن و سرخورده شدن، اینها احمقها یکی یکی به من حمله میکردن، تهمت میزدن، فحاشی میکردن. همین آقای ضیا با اون شاگرد بردستش آقای مانوک خدابخشی ها که اصلا منو نمیشناسه، چه دروغ ها، چه اتهام هایی داره من زدن. آقای مانوک خدابخشی ها، ننگ و نفرین و خجالت بر تو این سال نو که با این سنت هنوز اینجوری به دروغگویی. برای چی؟ برای که مثلا رو 100 دلار از ضیا میگرفتی. براتون پس گذاشتم برنامه سوربی با آقای اقتداری، سوربی با آقای کاظم افشارها، بعدش برنامه آقای ارشاد، بعدش بابک هروی، بعدش ضیا. بعضیا میگن نگو ضیا، بگو ضیاءالدین. خب اینم از این. و براتون یه سری چیزهای گذاشتم ولی امروز وقت ندارم متاسفانه. بذارید ببینم، 2:55، 5 دقیقه دیگه ما باید با آقای افشارها باشیم. و اینجورم نیست بگم خب بعدش باز با شما خواهم بود، چون ساعت 4 باید با آقای ارشاد باشیم. پیام ها رو میخوام براتون پخش کنم. اجازه بدید 12:17 این دوستمون پیام گذاشته، ممنونم. سعی کنید دوستان پیاماتون رو بنویسید سرتیترشو که بتونید در 2-3 دقیقه همه رو بگید. بفرمایید، با شما هست. الو، بفرمایید. آقای سوربی سلام علیکم، صبحتون بخیر. الان ساعت 1:00 ماست به وقت تانسر با ما، به وقت شما ساعت 3:00. اول از هر چیز از این برنامه فوق‌العاده خوبتون متشکرم و واقعا کمک خیلی بزرگی میکنیم به این ملت ما که هنوز خیلی هاشون عقب افتاده هستن متاسفانه، که هنوز طرفدار از سلطنت و ببخشید عقب نگه داشته شده هستن. هیچ کسی به خودی خود عقب افتاده نیست، هیچ کسی به خودی خودم پیشرفته نیست. بعضیا با وسایلی که دارن، استفاده هایی که میکنن، امکاناتی که از پیشرفته میشن پیشرفت میکنن، بعضی ها عقب نگهشون میدارن. این دوستمون خیلی قشنگ میگه، میگه نگید کشورهای عقب مانده، بگید کشورهای عقب نگاه داشته. و راست هم میگه. مرسی، بفرمایید. شاه دوستی میکنن. آقای انصاری خیلی مرد بسیار روشن فکری هستند که قدرت دارن میان با این شهامت در مقابل این همه مخالفین وای میستن و صحبت میکنن، فوق‌العاده با ارزشه. من برنامه شما رو متاسفانه زنده نمیتونم ببینم،
آقا راجع به این برنامه زنده نمیتونید ببینید، با من تماس بگیرید. اگر از آیپد، آیفون و اینها هم باشه شما میتونید بگیرید، بعد با تلفن با چیز. ضمناً چون شما دو تا پیام گذاشتید و الان وقت نداریم و من به یه نفر قول دادم که حتما راجع به نگاهداری از چشمانمون صحبت کنم، این دو تا پیام شما رو دوباره دوشنبه پخش میکنم. در رابطه با چشم، یکی از دوستان گفت آقای سوربی خیلی خوشحالم میبینم چشمت اونجوری که قرمز میشد قبلا نبود. اولا راجع به قرمز شدن، اگه نگاه کنید صورت خود منم قرمزه، برای که یه رنگی اینجا رو توی نورا هست، اینو بهش میگن هات. یه کمی مثل اون وقتا بود میگفتن طرف با سیلی رو خودش رو سرخ نگه میداره، ما هم که تو تلویزیون کار میکنیم یا با پودر یا با رنگ چراغ خودمون سیلی صورت خودمون رو سرخ نگه میداریم که شما نگید بابا این از گشنگی داره میمیره. این یکی. بعد گفتم بهش اجازه بدید من صدای اینو ببندم ببینم کی هست این دوستمون، آقای کاظم افشارها، دو دقیقه مونده عزیزم. بعد گفتم بله من دو تا دکتر ایرانی، یکی خانم لطیفی، اون آقا دیگه الان اسمش یادم نیست متاسفانه، و وقتی که با ایشون اینا صحبت کردم، این دکترای جوان دوستان بعضیاشون خیلی خوبن، وقت بیشتر میذارن، دانششون دانش تازه‌ای هست، یکم هم بیشتر میترسن وقت میذارن. اولا خانم لطیفی به من گفت این قطره‌های این چیزای دیگر رو نخر، این بلینک خوبه. گفت والا ما سهام هم نداریم ولی بلینک خوبه، بلینک رو هر دو سه ساعت یه بار بریزید، اونایی که مخصوصا با کامپیوتر زیاد کار میکنه. بعد اون دوست دیگه‌مون به من گفت که ببینید یه راه دیگه هست، طبیعت زیر این چشم در داخل پلک پایینتون یه قده چربی گذاشته که این مثل قطره چکون هر از گاهی یک کم روغن میده که چشم شما روغن کاری بشه. واقعا چه سیستمیه. در هر صورت میگفت که شما میدونید پلک بالا میاد پایین، میگفت که دو تا سه تا انگشتتون رو بذارید پلک پایین رو اینجوری، پلک پایین چشمتونی که میبندین این دستتون هم سعی کنید گرم باشه، حتی با حوله گرم بذارید اینجا، این چربی که زیر چشم، کاری دوستان به این پاکت چشم و پف چشم و اینا ندارم، داخل چشم این چربی که هست، دستتون اگه اینجوری بذارید چشمتون رو ببندید، همون بستن چشم باعث میشه که چشمتون بلینک کرده باشه، اون لوبریکیت انجام بشه، ضمناً این دوتا پاکت چربی چربی ریلیز کنن، همه چربی ها هم بد نیست، چربی ریلیز کنن و چشم شما تازه بشه، براق بشه. دستان ممنونم از این دوتا دکتر عزیز. بریم سراغ آقای دکتر افشارها از کانادا، ببینم که بله تصویر ایشون هم بسیار عالی و قشنگ و زیبا. بذارید من اینجا هم تصویر ایشون رو بدم به کامپیوتر و من ساکت بشم و مثل همیشه یاد بگیرم. و از آقای افشارها هم یه سوالی شده که امروز یه دوستی زنگ زد گفت آقا من قبول دارم که هر آفرینند هر چیزی که خلق شده یه خالقی داره، اگر آقای افشارها اینو قبول داره از ایشون سوال کنید خالق خدا کیست. من ساکت میشم، سلام میکنم با آقای افشارها، همون جوری که گفتم باز هم حسن خطاب برنامه های امسال ما آقای دکتر کاظم افشارها هستن. سلام به شما، پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم. ببخشید من اینجا زیر اسم شما نوشتم دکتر اقتداری، این رو الان عوض میکنم. بفرمایید آقای افشارها با شما هستیم. قربان متقابلا و علیکم السلام، انشالله که حالتون خوب باشه. سلام از بنده است و لازم میدونم مشابه همیشه به رسم معمول با عرض سلام و درود بی پایان به بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی و همزبانان نازنینمون در جای جای گیتی و تشکر به خصوص از حضرت عالی آقای سوربی برای ایجاد امکانات. زن به حضورتون که قبل از هر چیز خاطرتون هستش که ما با شعری آغاز میکنیم، دیدم که به هر حال این بلقاسم فردوسی هم که هم شهری ماست تا به خواب ما نیامده و از هم شهریش گله ای نکرده، شعر این دفعه رو من ابتداءنش رو از عرض کنم که کتاب جناب فردوسی و شاهنامه استفاده میکنم و بعد آغاز کلام. تو را دانش و دین رهانت درست، در رستگاری بباید جست.
وگر دل نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دایم بوی مستمند، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. چو گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است. گواهی دهم که این سخنها ز اوست، تو گویی دو گوشم پرآواز اوست. علی را چنین گفت و دیگر همین، که از ایشان قوی شد به هر گونه دین. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسیع. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر جای. گر از دین بداید گناه من است، چنین است و این دین و راه من است. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. هر آن کس که در جانش بغض علی است، از او زارتر در جهان زار کیست؟ جناب آقای سربی، اگر معمولا من این اصطلاح اشعار اولیه‌ای رو که خدمت دوستان عرضه می کنم، نهایتا سعی دارم که بیشتر مسائل معنوی مذهبی در اونها باشه، اولا برای برنامه خودم تبرک و تیمنی تلقیش می کنم. در مرحله دوم در این به اصطلاح عرعرستان و کفرستان و عرضم به حضورتون موقعیتی که همه ماها در اینجاها به هر حال به دلخواه و یا به اجبار جمع شدیم، ما شاءالله بلنگوها و شیپورهای عرضم به حضورتون که کفر و الحاد و بدگویی فراوان است، خواستیم در این به اصطلاح دریچه زیبای تلویزیون مردم تیوی ما هم یک صدای ضعیفی گهگاه به راه خودمون داشته باشیم. مقابله با آن خبائث امکان پذیر نیست با توجه به امکاناتی که دارن، لکن به همین اندازش هم گفت آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. خب، و اما داستان حضرت سعدی. یکی از وزرا معذور شد و به حلقه درویشان در آمد. اثر برکت صحبت ایشان در او سرایت کرد و جمعیت خاطرش دست داد. ملک بار دیگر بر او دل خوش کرد و عمل فرمود. قبولش نیامد و گفت معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی. آنان که به کنج عافیت بنشستند، دندان سگ و دهان مردم بستند. کاغذ بدریدند و قلم بشکستند و از دست زبان حرف گیران رستند. ملک گفتا هر آیین ما را خردمندی کافی باید که تدبیر مملکت را بشاید. گفت ای ملک، نشان خردمند کافی جز آن نیست که به چنین کارها تن ندهد. همای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارد. سیه گوش اسم دیگر اماره، الاغه. سیه گوش را گفتن تو را ملازمت صحبت شیر به چه وجه اختیار افتاد؟ گفت تا فضله سیدش میخورم و از شر دشمنان در پناه سولت او زندگانی می کنن. گفتندش اکنون که به ظل حمایتش در آمدی، آیت را پیانه قبله پهلوی توجه کنید، اکنون که به ظل حمایتش در آمدی و به شکر نعمتش اعتراف کردی، چرا نزدیکتر نیایی تا به حلقه خاصانت درآرد و از بندگان مخلصت شمارد؟ گفت همچنان از بچ او ایمن نیستم. بچه همون قذب و سختگیری و یرفای حکایتی که سر حبیدا و دیگر اطرافیان در آمد. اگر صد سال گبر را تشفروزد، اگر یک دم در افتد بسوزد. افتد
که ندیم حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که سر برود و حکما گفتند از تلون طبع پادشاهان بر حذر باید بودن که وقتی به سلامی برنجند و دیگر وقت به دشنامی خنعت دهند و آورده اند که ظرافت بسیار کردن هنر ندیمان است و ای به حکیمان تو بر سر قدر خیشتن باش و بغار بازی و ظرافت به ندیمان بگذار. خب بعد از این افتتاحیه مختصر من درزم به حضورتون که مشابه تمام کلیشه سازان دیگر عید ارزم به حضورتون باستانی نوروز رو که مقارنه هم داره با 29 مصبر روز نفر اصلاح همت عالی ایرانیان به رهبری مرحوم دکتر محمد مصدق، من در مجموع عید نوروز رو عمیقا تبریک میگم. آرزوی بهروزی، بهکامی، بهشادی برای حال و آینده همه بینندگان و شنوندگان عزیز دارم و به هر حال همین میتونیم آرزو بکنیم و آنهایی هم که معتمد باشند دعا بکنیم که انشالله همیشه سرفراز و سربلند و خوشحال باشند. تا اینجای موضوع کلیشه‌ای بنده با تمامی این دوستان، چه دوستانی که در به اصطلاح مطبوعات و عرض کنم مدیا و این صحبت ها دخالت دارند و کار میکنند و چه دوستان عزیز هر حال هموطن و همزمان، اما از اینجا مختصر زاویه ای جناب سربی من میدن به اصطلاح بین خودم و آن عزیزان و آن این که میگوییم عید مبارک. خیلی خوب، البته ببینید در همین دوتا کلمه 100% عربیست دیگه، تا آقای اوباما هم با او همه مشاورینش که وقتی میخواد بگه باز هم عربی رو میگه جای فارسی. این هم یک تیکو عرض کنم کلیکی به آقایینی که میگن فارسی را پاس بدارید داریم، ولی چه کنیم که به هر حال باید استفاده کرد از این الفاظ. نهایتا عید رو ما تبریک میگیم به هم، اما آقای سربی من از تمام دوستان خصوصا حضرت عالی که به هر حال بیشتر الان مخاطب قرار میگیریم با هم دیگر، این استدعا رو دارم که توی این 31 سالی که ما در اینجا هستیم همیشه میبینیم از 10 روز 15 روز 20 روز مونده به عید یک مشتی پول پرستان بدبخت و خار که گفت واقعا احاکم و تکاسر حتی زور تمال مقابل اینها سعی میکنن هی دیجیت این ارقام بالاتر برون در حساباشون بیچاره ها تا زمانی که زور تمال مقابل بشن برن و در اونجا قبر ببینن تا بدانن که به هر حال زندگی رنگ ها و به اصطلاح لذت های دیگری هم درش هست و آن کمک به دیگران است که انسان بتواند این تبریک و مبارکی عید را در کام همگان شیرین کنه به قدر خودش. جناب سربی در طبقات اجتماعی خصوصا ما الان اگر همه امریکای خودمون یعنی نورس امریکا رو صحبت بکنیم، ما 3 طبقه داریم. یک عده کسانی هستند که خرجشون از دخلشون از خرج واقعی زندگیشون نه برج زندگیشون دخلشون کمتر از خرجشون. خب اینا رو من خط فقر اصطلاحات مسخره غربی به کار نمیبرم، خط فقر اینا نیست، دخلش از خرج واقعی زندگیش کمتره، برای اینان حرجی نیست. اما یادمون باشه در این بر دنیا دیگر از گرسنگی مثل بعضی از نقاط نیست که بچه 5 ساله 7 ساله 10 ساله مثل دسته گل بمیرد به علت فقط همین لقمنان هایی که ما اصلا توجه نداریم بهش. در اینجا یه طبقاتی هستن که اینا بریکیون هستن، یر بیرن. خب اینها هم میتوانن در امور خیر به اصطلاح دخالت بکنن ولی به حدی که میده. یک عده‌ای هستن جناب سربی، شنوندگان، بینندگان عزیز که اینها خوب توجه کنیم به این مرتبه بندی که میگن به علت عرضه شخصی، به علت لیاقت و استعداد، به علت زحمت کشی فراوان، ببینید تمام این علل مثبته رو برای اونا گفتن و همچنین شاید به علت روابط مشروع و نامشروع، استفاده های مشروع و یا نامشروع، به ای نهوکان به هر حال اینها رو خدا یا ملت یا خودشون کاری کرده
که واقعا آقای سربی اینها از نظر امکانات و پول خیلی سطح بالا. ما کسانی رو، شما هم حتما میشناسید، کسانی رو میدونیم که اینا ممکن هست در هر روز $100,000 کشمانی، یعنی از مردم این سوپرمارکت های بزرگ، فروشگاه های خیلی عظیم، اینها میگیرن. بسیار متاسف هستن که یک نفر نمیفته جلو بگه آقا دست از سیاست بازی و دشمنی در الحاد اجتماعی برداریم. برحال در ایران ما خیلی بچه های نازنینی داریم که ممکنه ببینید با $20 من و شما اونها آسمان هفتم رو سیر میکنن. تمامش که این هستش که 3 شب و 4 روز لس آنجلس، 4 شب و 5 شب تو لاس وگاس، بیاین اونجا و بخورید و بنوشید و هی هم به هم بگین عید مبارک، تبریک. من از اینجا زاویه پیدا میکنم، عیدتان زمانی مبارک که در حد امکان با اون بچه های کرد نازنینی که الان در اقصی نقاط دنیا آواره شدن، به بچه های مظلوم و معصوم ایرانی واقعا یک امین پیدا نمی کنید شما که بگید آقا این $20,000، $100,000، $1,000,000 از 200 نفر جمع بشه بدن اونجا بگن آقا خرج کنید. آنجا عید بر کام همگان مبارک باد. اما تا زمانی که غرق در عیش و عشرت های خواب و خیالی، چون عیش و عشرت نیست که، اینا رو ما عیش و عشرت اسمشو نمیگذاریم، در این مسائل اجتماعی گمراه کننده و نگران کننده و بشین و بخواب و عرضم به حضورتون که بخور و بنوش مشغول هستن، من زیاد هم تبریکی ندارم. انشالله امیدوار هستم نرمال زندگی بگذرد و سلامت باشید. اما آقایان، خانمها، برادرها، خواهرها، توجه داشته باشید که هیچ ایرادی نداره که یک نفری که روزی 50,000، $100,000 از مردم پول میگیره بگه آقای $10,000، $50,000 من سر عید میگذارم میدم به یک کسی که امین من هست، میگم برو اصلا پخشش کن. دست برداریم. حدود 40-50 سال قبل آقای سربی، من خاطرم هست، افرادی که معتقد بودن ولی 1/100 امروزی ها حرف وطن و وطن پرستی نمیزدن، سر عید که میشد از مدیران مدارس میپرسن که آقا ما میتونیم لباس بدیم و صرفا، میدیدید آقا سیل این چیزها و کمک های زیبا سرازیر میشد، به طوری که اصلا کسی که لباس رو میگیری نمیفهمید کی داده. اون دانش آموز هم که هم کلاسش بود که پدرش داده بود نمیدونست اینو پدر اون داده. این روح والنتیری، روح خیرات، روح مبرات یا با قول اینجا یا دونیشن مطلقا در ما ایرانی ها وجود دارن. ماشالله به حرف زدن، ماشالله به گفتگو، همه دلشان برای وطن میسوزه. واخ واخ. یک وقتی جناب آقای سربی، الان فصل ارزم به حضورتون که بهاران است، عیدمون داره میاد، در حال باید سرحال باشیم، یک تجربت مختصری هم انجام بدیم. میگن یک مردی تقریبا تو همین سن و سالای ارزم به حضورتون، میبودی و شجر و حرفا، رفت به پیش دکتری گفتش آقا بنده با حلالم عیالم نمیتونم بیشتر از مثلا 2 هفته یک بار هم بستر بشم و از این جهت ناراحتم. لابد اون طرفم عرض کنم که سکس تراپیست بوده هرچی. ایشون گفته آقا با این وضع و هیکل و ظاهر و سن و سال حضرت عالی، خب خیلی هم خوبه، باز هم خدا رو شکر کنید مشکلی نداره. ایشون میگه به دکتر گفته که نه قربان، من یک باجناقی دارم، ایشون 4-5 سال از من بزرگتره، اما میگه من تقریبا هفته ای 2 بار وظایف شرعی انجام میدم، خیلی خوب جمع میشم، خیلی خوشحالم. گفت عجب، باجناقی رو میفرمم؟ گفت بله. گفت پس شما هم بفرمین هفته 5 شب دیگه اگر گفتن بگیم. آقای همایون، آقایون محترم، عزیزان من، اگر به گفتن آقای رضا پهلوی بگید، هی شعار بدید و هی برای مردم ارزم به حضورتون که سخنرانی بفرمایید و پیام بدید، خوابهای خیالی من نمیفهمم. ضمناً همینجا جناب آقای سربی، من به شما یک یادآوری بدم که میفرمایید هنوز چیزی نشدیم، مگر تصور میکنید چیزی خواهند شد اینها؟ این جمله بس این اشتباهه. توجه داشته باشین، این نامه رو ملاحظه میکنین شما؟ میبینین نه؟ بله بله. این نامه رو
من الان برای شما در اینجا مطالعه بکنم و بگم براتون بخونم که میگه اتومبیل رولز رویس سیلور گوست احمد شاه قاجار که از 1906 تا 1926 میلادی تو براکت گذاشته، یکی از خودروهای کلاسیک و ارزشمند کشور ما است که اینک در موزه خودرو نگهداری می شود. نام مدل سیلور گوست در اصل 45 است که شاسی آن در کارگاه رولز رویس در شهر منچستر ساخته و در جولای 1908 به شهر دربی منتقل شده. با تولید این مدل بود که رولز رویس مدعی تولید بهترین خودروی جهان شد. سیلور گوست موجود در موزه خودرو اتومبیلی سلطنتی است که به سفارش احمد شاه قاجار خریداری شد. نکته جالب حقوقی درباره این خودرو این است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این خودرو همراه رولز رویس فانتوم 4 جهت انجام یک سری تعمیرات به انگلستان فرستاده شد. همزمانی این مسئله با وقوع انقلاب اسلامی باعث شد که خانواده ننگین پهلوی، اون ننگین نداره من گفتم، ادعای مالکیت آنها را داشته و به دادگاه عالی لندن شکایت کردند. در نهایت دادگاه عالی لندن به این نتیجه رسید که این خودرو به مردم ایران تعلق دارد، لذا پس از انجام تعمیرات کلی به ایران برگردانده شد. توفو بر تو ای روزگاران توفو. کسانی که غارت کردند، آقای سربی، پوشیده نیست کارهای اینها. نوشته دستنویس شخصی اردشیر زاهدی که از همه کس به شاه محرم و تربود دارم که ایشون میگه 48 میلیارد دلار. یعنی در جایی که میگه با فرح به حساب بحثم شد گفتم آقا اذیت نکنیم بدبختی بیچاره ره، اینقدر 48 میلیارد گذشتار تو بری یک دونه هواپیمایی که 60 میلیون دلار مثلا قیمتش بوده. آره میخواستم بگم ماجرا سر هواپیمای شاهین بوده. بله بله خانم فرح، بله من نخواستم بوده. بله بله خانم بله. فرح شکایت میکرده و نق میزده که چرا شاه اشتباه بله. کرده و این رو به اسم خودش نخریده و به اسم ایران خریده. بیچاره اردشیر زاهدی اونه میگه برحال و از طرف مادرش نوه مؤتمن الملک معروف بود. خیلی من از این جهت میبانم، مؤتمن الملک شخص اول و ملکت ایران بوده، کار ندارم. من میخوام این رو عرض کنم که با این همه آقای سربی شما رو به خدا ببینید، این اندازه پول اندوزی، این اندازه تکدی از این کشور و اون کشور، این اندازه بشقاب فروشی پلو، باز میگن آقا اینم بدین که یک چیز عتیقه هست بفروشین مثلا 10 میلیون دلار هم اضافه بیاد. و دریغ از یک سنتی که اینها بخوان بگن آقا ما به میمنت کار پدرمون، به یمن و لطف خدا، به همت خودمون، حالا یک 100,000 دلار هم ما بدیم به یک شخص امینی در ایران، بگیم آقا پخش کن بین اون بچه، آنجا عیدشان مبارک، اگر نه عیدشان عذاب. آقای اشرف عذر میخوام، شما کم لطفی میکنید. اینها یکی از اعضای همین خانواده آمد یه شرکتی را انداخت، نان پروفیت اورگانایزیشن برای کودکان و اینها، مردمی هم که اینها رو دوست داشتن یا علاقه داشتن یا میخواستن کمک کنن به کودکان حمایت کردند و پول دادن، یک وقت با خبر شدن که این خانم همه رو داره میکنه مواد مخدر و میکشه از طریق دماغ و... به هر حال همونه هر دو یک صحبت رو داریم. آقای سربی لازم نیست در این مورد بیاد خانواده بیاد سازمان درست کنه. امروز اگر سربی افتاد توی بازار همون نیویورک به مردم و هر مغازه رسید گفت آقا 100 دلار، 50 دلار، 20 دلار، 2000 هر کس رکنه بگید آقا بفرستیم به دست یک نفری در اونجا، یه نرمه امکام اونها رو شیرین کنیم تا باور بشود که آقا ما دلمون آقا دروغه. والله به خدا هر چی که این همایون میگه در پسا پس کله اش فقط پوله. تو فکر اینن که چجور این دیجیت رو اضافه کنن یا امشب مثلا بزم فلانشون برگزار بشه. در اینجاست که من میگم دل انسان میسوزه. مگر یه مورد منفی جناب سربی باید ریشه عنایت مردم رو قطع کنه به هم؟
دریغ از یک مرتبه که ما بفهمیم در این ایام شادباشی که همه میرن به دنبال شهرهای بازی و عشق و تفریحات خودشون، بگن آقا یک سربی، یک ایری جلو افتاد، 5 میلیون دلار هم پیدا کرد، داد به یک امینی در اونجا، اگر آقا 10,000 تم خودش برداره نوش جانش، دخیل نباشید. من بسیار بسیار متاسف هستم که همه همینطور کلیشه‌ای این دلالای ملک مثلا میان تقویم چاپ میکنن، فکر نکنید تقویم میدن برای من، شما خیالش میسه این خودش پروپکانه که 20,000 دلار هم بیشتر مثلا براش سال آینده بیاره. در مجموع من تشویق میکنم برادران، خواهران، عزیزان رو که سعی بکنن که یک قطره چکان عرض کنن که کامیابی و مبارکی هم در کام بچه های معصوم بریزن. اگر 100 دلار 500 دلار میخوایم به کسی در ایران حواله کنیم بدیم، اول 1,000 بار آبروش میبریم، 2,000 بار دلخوره میکنیم که نکنه فلان. شما خاطرتون آقای سربی دستشویی بود، چی بود برای یک شخصی میخواستین درست کنیم؟ بله بله. در ایران بله بله. ده ها مرتبه من دیدم جناب عالی هی در این میگین آقا این به خدا ذلتی از این بالاتر نیست. چرا این یک شخص محترم، یک شخص بی‌غرض امین آمده یک فرد دیگه رو گفته؟ به هر حال واقعا من بسیار بسیار از این جهت متاسف هستم و زبانم نمیاد که در این بر دنیا از ته دل انسان بگه آقا تبریک. اگر کار خیری میکنید، اگر عیدی به بچه های معصوم عرض کنم که کردهای آوارمون میدید، به مردم داخل ایرانمون میدید، به گرفتارهای اونجا میدید که میتونیم بدیم، آنجا انشالله کامتان همیشه شیرین و زندگی بسیار بسیار آرسته و عالی و مرتب باشد انشالله. به هر حال چه بدهیم و چه ندهیم، این رو من خواستم که یادآوری کرده باشم که برخلاف این تبریکات کلیشه‌ای بگم ضمناً زینها توجه داشته باشید. مرغی دیدم نشسته بر باره طوس، در پیش نهاده کله کیکاووس. با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجاست ناله کوس؟ آقایونی که میلیون ها میلیون دارید سیر میکنید و فلان، این عمل رو انجام بدید، مطمئن باشید که اگر حتی الو؟ بله دارم میشنم. حتی اگر بی خدا هم باشید، به عمل و عکس العمل قانون عرض کنم که نیوتن معتقد هستید عمل عکس العمل داره، امور خیر رو انجام بدیم، برحال بتونه ما رو بحث ها موفق‌تر و کامیابتر و دلگرم‌تر کنیم. عرضم به حضورتون که این صحبت آقای پهلوی شد، خواستم بگم که خدا بیامرزمون خانلری هم، پدر خدا بیامرزش، معلم این کردش، برحال ادبیاتی بهش درس داد. آجون وقتی که یک سیاستمدار میخواد حرف بزنه، اینا ریویو میکنن، نگاه میکنن، غلط املایی انشایی اگر دارد دستوری اینا رو میگیرن. پسر جان یت یا ییوته، من مکرر گفتم اینها مسائل عربی است، شما نمیتوانید به خر فارسی بگویید خریت، به ایرانی بگویید ایرانیت، خجالت داره. آقا شما لابد مشاور دارید، بگویید انسان انسانیت، درسته انسان عربی است، یت عربی رو چسبوندید، چرا نمیگید ایرانی بودن؟ چرا نمیگید خر بودن؟ این دیگر چه صیغه است که هر چی گفتن گفتن مولانا لغتی، خدا همشون رو بیامرزه. میگن یک وقت اون تیمسار مقدم بود به نظرم، رئیس ساواک، زمانی که اون شاه نطق شکرد که گفت من صدای انقلاب را شنیدم، اینو برمیدارم برای خدمت آقای صحابی و بر اون بازرگان، میگه نظرتون چیه؟ آقای صحابی یا بازرگانی که من از این حرفا بایستین خوشمزگی از آقای بازرگان باشه، گفته والا اگر خودم رو در معرض در مستبه معلم انشا بذارم، انشاش 14 من جلوتر بگم بهتون، از نقطه نظر سیاسی هم زیر صفر بابا، دیگه اینقدر دیر شده که همه حرفا رو بردار، اگر بیاد عرضم به حضورتون با سر هم گریه بکنه رو زمین راه بره، دیگه ملت نخواهد بخشید. اینا رو توجه داشته باشن. آن موقع آنطور گفتن، حالا بگوییم هنوز که به قدرتی نرسیدید، نه آقا این خبرها نیست و بی جهت هم ازم بوزو که این جملات رو به کار نبریم،
اینها عمری است که به هر حال در تابوت تاریخ قرار گرفتن، ولی خب آخرین نشاعات را بایستی از خودشون بروز بدهند. ولی علمای مشابه عرض کنم که این منتقدین سیاسی و حضرت عالی جناب سربی اینطور جمله نگن که هنوز که هیچی نشدیم، اینها هیچی نبودن و هیچی هم نخواهند بود و نخواهند شد. خیالتون راحت کنم. مسئله که حضرت عالی فرمودید درباره این که دوستی این سوال رو فرمودن درباره این که چه کسی این رو میسازه، همونطوری که مکررن حضرت عالی به اینها گفتید و خواهش کردید و بنده هم از دوستان عزیز این تقاضا رو کردن، نمیدانن که به چه ملاحظه یا به چه دلیلی اینها همان ایمیل یا سوال رو با خود ما مطرح نمی کنن تا بتونیم راحت و پاکیزه براشون توضیح بدیم. جناب آقای سربی، این مسئله ارزم به حضورتون که چی پس گونه ساخته، سوال بسیار 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 ابتدایی هستش که پاسخش در منطق و ریاضیات به راحتی داده شده. انسان وقتی روی دور میفته میگن دور باطله. حالا اگر من بخوام اصول منطقی این مسئله رو برای ایشون بگم، برای یکی از دوستان نوشتم گفتم یا خودتان مطالعه کنید یا اگر قرار دارید که واقعا بفهمید، یک وقتی میخواید ایراد بگیرید که نمیاد بهتون ایراد بگیرید، به لحاظ اینی که بحث بگذارید. عرضم به حضورتون بنده از حق شخصی خودم میگذرم، پول فقط همین تلویزیون زحمت کشیده آقای سربی رو بدین تا بعد بهتون بگم که شما لایعرف الهر من برن، هر از بر در منطق تشخیص نمیدهید، میخواهید ملکوت اعلی رو سیر کنید. نمیشه آقا. جناب آقای سربی، یکی از مرده آمد خدمت ره از کنم جنید بغدادی، گفت شیخنا یک کمی از اسرار حق بگو به ما، که نمیشه که با ما 5 سال 6 سال همینطور میامی میشیم، کمی اسرار حق بیاموز. گفت به خب بسیار بسیار خوشحالم که برها شما تا یه نمزه کنجخواب هستیم این صحبت ها. خیلی خوب، برید و شما فردا ساعت مثلا 3 بعد از ظهر برگردید اینجا. برگشت، رفت و فردا ساعت 3 برگشت خدمت جنید. جنید در این خلال یک شبانه روز به اون بابش دربانش گفت و یک دونه جعبه ای ارزم به حضورتون تخته ای کوچولو درست کردند و موشی اندر حق انداختن تو و سرشان بسته. زمانی که فردا این آقا اومد، این آقای محقق، این آقای سوال کننده که میخواست اسرار حق بیاموزه، دید جناب جنید یک جعبه داد، گفت آقا جون این شما بگیر، امروز مثلا دوشنبه، برو روز پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر اینجا باش تا ما شروع کنیم به تعلیم اسرار حق. ایشون رفت. حدس میزنید چه بشود آی سربی؟ این غلغله و عرضم به حضورتون آشوب آنچنان حس کنجکاوی این بنده خدای نازموده را تشدید کرد که به شب ناکشیده سر حقه باز کرد، موش پرید. فردا برگشت خدمت جنید، گفت آقا ما از شما خواهش کردیم اسرار حق بیاموز، شما موش در حقه میکنی به ما میدی؟ گفت شما یک دانه موش رو 2 روز و نصف 3 روز نتوانستی نگه داری، سر حق میخوای بشنوی؟ آقای محترمی که این سوال رو میکنین، خیلی مقدمات لازمه برای اینی که بدانیم چرا به دور نیفتیم. اگر هم میخوای خیلی سریع جواب بدم به شما، این هستش که در تمام علوم لااقل این اندازه تحصیلات هست که بدونیم، در فیزیک مثلا عرض کنم که کوانتوم اصول خودش رو داره، در نمیدونم داینامیک نیوتن میگن آقا اصل اول این اصل دوم این اصل میگیرن، در هندسه اقلیدوسی میگن اصل اقلیدوس این، در هندسه عرضم ریمان میگن اصل ریمان این، اصل پذیری است. اگر از جنبه علمی بخواید شما صحبت کنید، یک اصل میپذیرن، میگن آقا ذات واجب الوجود، ذات واجب الوجود به معنای ذات است. ف
فطرت هستی وجود نداره، بر این نمیتونید شما چیزی بچسبونید. اگر بگویید خدا علم دارد، این شرکه، این شرکه، چون کیفیت زائد بر ذات دادیم، ذات مطلقه، علم محضه، علم لیس له جهل، جهل مطلقا وجود نداره. ما میگیم هر چه وجود دارد خیر محض است. اشتباه بشر و شنونده در آن است که خیر و شرش رو تشخیص نمیده. و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم الله یعلم و انتم لا تعلمون. خیلی چیزاست که ما فکر میکنیم ای بابا این که راحت شد، این اذیت کرد ما رو، این خیلی بد شد، در حالی که خیر ما در آن بوده. طرف داشتش میرفتش که بره به مسافرتش برسه، به هواپیماش برسه، ماشینش یک تصادف جزئی کرد، از هواپیما موند، فردا تو روزنامه خوندش که آقا اون هواپیما چپه شده. توجه داشته باشیم، بشر جاهله به نسبت ملکوت. بسیار ما علم مختصری داریم، چهار تا فرمول کشف میکنن، فورو آقای میگن میریزن به جون خودشون که آقا در عهد فلان، در عهد علم، هزاران سال دیگر هم که بگذرد بشر سه برابر الان پیشرفت بکنه در علوم، باز هم نسبت جهل به نسبت علم عددیست جانگزا و فراموش نشدنی. بنابراین شما نهید بگید آقا اگر ایر ساخت کی اون ساخت. خیلی خوب، شما اگر به هر حال مقدمات مختصری از منطق بیاموزید، فلسفه را مطالعه بکنید، خواهید دید خیلی راحت می شود از افتادن روی دور باطل فاصله گرفت. نه اینطور نیست، ذات واجب الوجود خیر محض است، همه چیز از ایشون ناشی می شود. عرضم به حضورتون صفت ناپذیر است، توجه داشته باشین، چون ایشون فارغ از فقارت غیره، ذات واجب الوجود مطلقه. اگر من الان از جناب عالی سوال بکنم، با اینی که دوست فرهیخته فرهنگی عالی مقدار بنده هستید آقای سربی، که آقا فرق واحد و احد چیه؟ نمیدونم. اندیشه های فلسفی آقا یک ربع و یک ساعت و ده ساعت نیست. وقتی میخوان در بحث فلسفی وارد بشن میگن آقا 50 ساعت رو بگذاریم، حداقل چیزی نیست اینها. من هر موردی رو که بیاییم مطرح بکنیم، حضرت عالی میگم افضل الفضلایی نسبت اون آقایی که این سالار میکنه هیچ چه نمیدونن، فقط خوششون میاد که همون مباحث اولیه. خب اگر میگین اینو سانه مصنوع بلا سانه نیست، پس اونو کی آفریده؟ جواب این حل شده است، همونطوری که در ریاضیات در زمان ذوالنون میگفتن اگر لاک پشت به عرض کنم که یک دونه، مثلا عرض کنم که ایوان خیلی سریعی به نام اسم یونانیش یادم رفته، فرض بفرم مثلا همین گوزن و آهو هرچه بگیریم که خیلی سریع برود، به قدر یه متر فاصله داشته باشن از نظر عقلی، هرگز این آهو نمیتونه لاک پشت بگیره که کنترینه. چرا؟ برای که حالا زود سریع میگم، بینش بی نهایت نقطه است، برای گذشت هر نقطه ای از به نقطه ای دیگر عرضم به حضورتون یک صد میلیونیوم ثانیه هم اگر زمان بخواد، چون بی نهایته پس این بی نهایت میشود بی نهایت. هیچگاه این آهوی تیز رو به این بابا به حکم یک متر عقب بودن نخواهد رسید، به نحوی که وقتی به اصطلاح اصحاب مخالف این سنگی پرتاب کردن به پیشانی ذوالنون خورد و خون آمد، گفت شما سنگ پروندین، خوردن با سنگ حرکت نداره، چون ذوالنونیان مخالف حرکت بودن. این مسئله با کلکلوس حل شد از قرن 16 و 17، این دیگه مشخص شد، یعنی لیمیت به اصطلاح بینایت های کبر بینایت ها که مطالعه شد خیلی مشخص شد، استدلال شد که آقا چطوری به ظرف یک صدم ثانیه ممکنه ببینی آوی لاکوش رو گرفت. اون در بحث علمیه، در بحث فلسفی شما نمیتونید. من بخواهم میگم آقا اینقدر مقدمات داره، ولی بپذیرید. نمیخواهید هم بپذیرید، نپذیرید، کسی اجبار نمیکنه. و
ولی بالاخره عقل متعادل حتی قبول نمی کند که بخواهد دنیا و ملکوت با این عظمت این بدون صانع باشه. حالا اگر میگیم بیندنگ و منبنگ و این چرت و پرتایی که این خارجی ها علمش میکنند و بیان میکنند بگید اهلا و سهلا، بگید هیچ ایرادی هم نداره، ولی در جواب اون دوست بیشتر از این بحث آکادمیک بحث فلسفی رو نمیشه در توی یک ساعتی که اینم تازه میشه 50 دقیقه و اینا 10 تا موضوع انسان میخواد بیان بکنه مطرح کنه. این دوست عزیز چنانچه مایل هستن اطلاعات بیشتری پیدا بکنن تا 10 دقیقه بنده زکات علمم رو خواهم داد، در خدمتشون خواهم بود، بعد از آن اگر اضافه تر خواستن خب به هر حال شرایطی داریم که بهشون عرض خواهم کرد. همین اندازه رو من فکر میکنم در حق این سوالی که فرمودن پاسخ گفته باشم. اگر تصور میکنید کمگویی کردم جناب سربی، بفرمین تا توضیحات بیشتری بدهیم، تا بگوییم فرق عرض چیز، ذات چیز، هر امر عرضی بر حسب آفرینش و فطرت در سکر نیازمند علت است. من فکر میکنم کفایته، بیشتر از اینش میشه بحثی به اصطلاح علمی فلسفی که خب میتونه خسته کننده باشه و همینقدر کفایت. نظر جناب عالی چیه؟ بسیار ممنون. خواهش موضوع دیگه هم بوده که از دوستان فرستاده بود که این آموزش استعماری گویا توی وبسایت آقای خمینی. الان اینم می‌خواستم من عرض کنم. اوکی، می‌خواستم یادآوری کنم. من حضرت عالی به من داده بودین و خودی ایشون آقا یک مثالی هست میگه هر کی کریشتاش پدر من نمیشه که. یارو باباش ریشتاش که به طرف گفت آقا هر کی ریشتاش پدر من عزیز من. آقا تمام حرفای دنیا تکراری است. یک کلمه حرف تازه کسی نمیتونه بزنه، فقط گم شده است در فضا. اگر امروز بنده آمدم گفتم آقا استعمار آموزشی میگه اولا اگر بنده مشبه بهره به اون منبع عظیم تشبیه کردن باعث افتخاره، این جلوتر بگن، اما والله شهد الله بنده مطلقا با تمام مطالعاتی که روی اون فرمایشات روی حرفا گرفتم من اینو ندیده بودم که بگن مثلا عرض کنم که اون آموزش نبود، فرهنگ استعماری. اما آقای محترم این فرهنگ استعماری کوسش به عالم خورده، این لازم نیست، معلومه که این مسائل استعماره در تمام چیزها. اصلا به قولی که از دوستان آب رو که اومدن گفتن آقا چاه ندن این لوله کشی بکنی بیاد به دست ما، استعماره. برق آب رو به روی یک شهری ببندد یک دولتی خبیثی باشه که کم هم نیستن، تمام مردم اون شهر باید دست و پاشو بره هوا، بگن آقا همه تون رو زمین بخوابیم، باید بگن چشم بری قطر آب. چرا جلوی حفر چاه رو در منازل گرفتن؟ دروغ آقا اینایی که میگن بهداشت رو نمیدونم این صحبت ها بوده. آب تازه رو از چاه در می آوردن می خوردن با تلمبه با موتور. خیلی از چیزهاست که در این 200-300 ساله اخیر به رهبری کشورهای عرض کنم حرامی امپریالیست اینها آمدن طرح و عرض کنم چتر توطئه و عرضم به خدمتتون استعمار رو کشوندن برای غلبه هرچه بیشتر. آری فرهنگ استعماریست، آموزش استعماریست، هر کسی رو که میفرستادن به خارج به قول مرحوم امیر کبیر با یه دونه نمیدونم دختری که دمش بندازن او آقایه رو، چون اون زمان خانمه رو نمیفرستادن خارج، یه نرمه یه دلار میدادن یک جاسوس درجه یک درست میکردن میفرستادنش اون امریکتا. اینا معلومه، اینا دیگه اصلا چیزای کشف شده است. حالا شما به من میفرستین که آقای خمینی در یک مسئله فرموده است که نمیدونم فلان آموزش، بله آقا بله. حالا اگر تشابه اسمی رخ داده است که بنده میگم عرض کنم که آموزش استعماری، به این دلیله که در سطح این کار 50 سال تجربه داره. تو خواهی پندی رو خواه ملان، من اون رو بر رد گفته خودم ندیدم. ایشون شاید تأییدی داشتن بر این که بزرگواران دیگری هم به این مسائل پی بردن. به هر حال قرض ویگ بود، مبهم بود برای من، هیچ معنی نداره. ولی اگر یک وقتی
فکر بفرماین که این تقلیدی است، کپی است، فلان از این صحبت ها. نه، اصلا اینطور نیست. دقیقا من به عنوان همین در غرب خبری نیست، جلال آل احمد بود مثل که نوشته بود، نه؟ فکر کنم بله بله بله. بنده هم همین درست به عکس این چیزی هستی که در مطبعه است نوشتن در غرب خبری هست، بیا و ببین. خدا رحمتش کنه آقای جلال آل احمدش عنوان خودش نوشته بود. حالا ما بعد از 40 سال در دیار عرض کنم ناکجا آباد عرستان غرب چریدیم، حالا میگیم آقا بیاین ببینین عجب چیز عالی است، چه چیزها دارن. جناب آقای سربی، مفهوم آزادی رو خواهش میکنم در فرمایشاتتون تبیین کنید. آزادی نیست در این کشورهایی که میگن آزادی هست. چه کسی جرأت دارد دو کلمه درباره هولوکاست صحبت کنه؟ میگن ماده قانون گفته تو اروپا نمیتونی حرف بزنی، بدنی میگیری میبرن این زندان. تازه بزنن ذبحش میکنن، زیر ماشینش میکنن. توجه داشته باشیم آقا، آزادی نیست، فقط و فقط و فقط همون ظواهر عوام فریب، شهوات نفسانیه، لخ کردن نمیدونم خانمه و لخ کردن آقایون و از این چرت و پرتایی که در هر عرض کنم قهوه خانه و چی خانه پیدا میشود. کدوم آزادی؟ صداد عصبانی میشی، پلیس خبر میکنن چرا صداد بلند شد. یک مسئلهشون دیر میدی، بدترین رفتار. کدوم ما آزادی چی که در اینجا داری اونجا نداری؟ توجه داشته باشیم به این نکات حساس. من عمدتاً درخواستم از دوستان این است، یک عده‌ای هم آقای سربی جان که در عیش و عشرت و همین بازارهای ارزم به حضورتون که تریاک و شراب و نمیدونم ولنگواری های زندگیشان خوشن، اهلا و سهلا بابا یا علی بفرمید بری جلو. یک عده اهل اندیشن، ما از آن عده اصلاب انتظار داریم که تحلیلاتی داشته باشن، از کنن که تجزیه و تحلیل کنن مسائل رو. خیلی زود فریب نخوریم. 30 سال میای اینجا به قول قدیمی ها از صبح تا شب کار میکنیم، گفت اونقدر که چریدی کدوم بعد چی شدی بابا؟ هر کی که دیدی مینی داره میناله. اگه میخواد $2000 کمک بکنه به یک جایی از ترس اینی که نکنه خودش محتاج بشه، بعد میگه نه خودم لازمش دارم. تأمین ذهنی و روحی نیست، جرأت خیرات و مبرات ندارن. این خودش عالی ترین دلیل دلهوره است که افراد خارج آمده همیشه در خودشون احساس میکنن. حتی اگر این خاندانی باشن که 70 میلیارد 60 میلیارد با خودشون آوردن، باز از یک دونه ماشین نمیگذرند. من انتظار دارم که عید به کام همگان مبارک باشه، اما چون در مجموع عرضم به خدمتتون که لازم دیدم که این یادآوری رو به دوستان بکنم. اگر هم بر هیچ کس شما عرض کنم اعتماد نمی کنید، کسانی دارید در فامیل در افراد که بگید آقا این مبلغ رو هرچون خودتون میدینیم به بعضی از خانواده ها که صلاح میدانید برای سلامتی خودتون به عنوان عمل و عکس العمل برای رضای خدا، بیمنت جدو لا تمنت، ببخش منت نگذار، آبروی مردم رو نبر. آقا من $5000 اگه به فلان ندادم، اگر شما درآمدت متوقف میشه خیرات هم متوقف کن، اگر نشده مستمر باشه، باقی الصالحات باشه انجام بدید. من اگر یک نرمه زیادی گویی کردم در این مورد، جناب آقای سربی به لحاظ این هستش که بر شما هم پوشیده نیست و بر تمام هموطنان عزیزمون هم پوشیده نیست که بچه های ایرانی اصلا هم من فکر سیاسی در این مورد نمی کنم مطلقا، اصلا سیاست در این مورد بگذاریم کنار، امروز نیاز دارن. یک امینی در فامیل داری، مبلغ انسان به اونها حواله میده، بگه آقا اینو خیرات کنید بدیم. در آن صورت امیدوار هستیم که همیشه یه روزگار کام هممون شیرین، جیبها پرپول و سرفراز و بعد هم
به هر حال وطن پرستی و ملت دوستیمون ارزم به حضورتون که پایا و پایدار باشه. از این که بگذریم، ارزم به خدمتتون یک مختصر کلامی هم من میخواستم با هم البته جنابالی نه در تلفناتون ندیدم، ولی آقای اجلالی بنده برای اینی که به هر حال احوالی از ایشان بپرسم و ارتباطی داشته باشم، یکی دو مرتبه جناب سربی من خدمتشون زنگ زدم، پاسخی دریافت نکردم. در روز چهارشنبه تلفنی دادن، بنده تصورم بر این بود که ایشون ادب رو رعایت کردن و پاسخ تلفن بنده رو دادن. بعد از چند کلامی که رد و بدل کردیم، خدایا صد هزار مرتبه شد که ما به پیروی از فرمایش امیرالمؤمنین که فرمود حرفی نزنید که اگر افشا شد شرم کنید، واهمه کنید. این همیشه فرا سوی زندگی من بوده. اما جناب آقای اجلالی، حکم امانت ایجاب میکنه که من حتی برادر، اگر یک برادرم تلفن برادر دیگره بخواد، میگم من میگم به حاج اسقر آقا به شما تلفن بزنه. این شرط ادبه، این شرط امانت داری است. من آقا تلفنی زدم، شد یک انتقادی داشتم که در روی خط لازم ندیدم به شما بگم، شاید یک تشویقی داشتم که لازم نبود روی خط بگم. شما بعد از اینی که صحبت رو کردیم به من میگین، بعدم مسئله تا اینجاش بلامانه، مسئله من در اینجا شروع میشه که آقا شما نخواهید از افراد که اول به شما بگن. برادر بزرگوار آقای اجلالی، جناب اجلالی عزیز، شما در ابتدای مسیجتون این یادآوری رو بکنید، چون من فکر میکنم که مگر هر کی میکروفون گرفته بود دستش بگه سیاست من اینه که من این جواب ندم، جواب من تلفن خونت یا تلفن جاتو گرفتم. شما باید در ابتدای اون بگید آقایون اگر لازم میدانید که این پخش نشود، نیاید روی خط، یادآوری شما رو مسیجتون بسازید، نه از این عرض کنم گیرنده تلفن بیخبر از همه جا. شاید یک کسی بخواهد واقعا یک مسئله بگه که میل نداشته باشه بیاد روی ایر، یک چیز طبیعیه. این رد الامانات الی اهل، آقا حرف امانته، گفتار امانته. من اینجا اومدم صحبت رو میکنم، آقای سربی بذاره دنیایم پخش کنه، دستشم میبوسم چون به این منظور آمدم. اما این معنیش این نیست که اگر من فردا آمدم یک تلفنی زدم به ایشون، یک عرض شخصی داشتم، یک مسئله خصوصی بود، فردا بینم روی تلفن تو ایر داره به من میگه آقا تلفن تو نگرفته، تازم نمیدونی شما رو ایر هستی. این را هم من لازم دیدم به عنوان این که المؤمن مرآت المؤمن، آدمی که معتقد و ایمان و ادب داشته باشه بایستی آینه طرفش باشه، در نهایت دوست داشتن، در نهایت صداقت و در نهایت ارادت. من خدمت دوستان عرض میکنم که آقا حرف و گفتار و نوشتار امانته. شما در مسیجتون بگذارین که آقا بنده به حکم اینه که یک ساعت برنامه دارم، سیاستی دارم که این سیاست ایجاب نمی کند بنده پاسخ بدم. خیلی خوب، این را شما اگر میخواین پخش نشود اول فرمایشتون بفرمایید، تا بعد من بگم آقا جان خواستم بگم حال چطوره، دست درد نکنه، خیلی عالیه، یا هر چی دیگری که میخواستم بگم، ولی اولش بگم پخش نکنید این رو. این رو از حضورتون استدعا میکنم جناب آقای سربی که به برادران دیگر هم یادآوری بفرمایید، چون بعضا ممکن هست اینا تولید اشکالاتی برای افراد بکنه. بله، اجازه بدید من بهتون بگم، اون روز بعد از برنامه من با آقای اجلالی صحبت کردم. بله. گفتم اولا من فکر کردم شما با آقای افشارها تماس گرفتید و قرار گذاشتید زنگ زدید. درود بر شما. بله. واقعا حرفه‌ای هستی آقا. بله. و بهش گفتم بعد استخاره به من نگم آقا برو جلو. بعد حالا بپرسید از خودشون. گفتم ضمناً شما اگر به کسی زنگ میزنید قبل از اینکه ایشون صحبت کنه بهش بگید که من پیام شما رو گرفتم، الان روی برنامه زنده میخواین صحبت کنید، شاید ایشون بله. من اینو بهشون گفتم، ایشون هم گفت که شما درست میگی، یعنی حرف من رو قبول کرد، گفت من عذر میخوام. منطق ایشون این بود چون که من در برنامه ها گفتم، گفتم آهان شما اصوم فکر نکن که همه برنامه شما رو دیدن،
ممکن خدایا تو شاهدی عوض میخواد فرمشون من حتی یک برنامه ایشون هم ندیدم. بله من همینو گفتم. وجاهت صورتشون من دیدم یک هیئتی هیکل عرض کنم مقبولی دارد دربارش، حالا من اینطور بیان میکنم، خواستم صحبتی داشته باشم همینقدر. من دقیقا همینو گفتم، گفتم شاید یه نفر برنامه امروز شما رو دو دقیقهش رو دیده باشه در رابطه با همون موضوع بخواد با شما صحبت کنه و در رابطه با بر شما سپاسگزارم. گیرم بهش گفتم، اجازه بفرمایید گفتم به عنوان ختم عرایزم به این آقایانی مشابه عرض کنم که این همایون و این دار و دسته های ایران آریایی و این حرفا بگویم که چه کنم کوفتاده ام به کمند، چه کنم که دهان من به حرف رکیک نمیتونه باز بشه. در بچگی به یک برادر ما گفتیم تخم سگ، اینقدر تنبیه شدیم که سرش نپیدا، همیشه این آویزه گوشه. در مکاتبت ممکنه اهانت روا کنم، در لسان شفاهی من نمیتونم آقای سربی، ولی افرادی هستن که میبینین اینها در نهایت شکر کلامی خیلی زیبا اینها فوش‌های جانسوزی میتونن بدن که من هضم میکنم. از آن فقره دوستان استدعا میکنم که جواب کلوخ انداز رو با سنگ بدن. اینهایی که همیان دست بالا پایین میکنن، اون عرض کنم که عجوزه بغدادی یا چهار نفر آدم دیگری که در اونجا کار میکنن، توجه داشته باشن، توهین را کم کنید، حد که حیثیت نکنین، فخاشی نکنین. از همین آقای سربی یاد بگیرین که از اولش تا آخرش اگر شما دو ساعت میشینین دو تا کلام حرف لقب از دهنش نمیاد بیرون. من اصلا کسی دیگر اشاره نمی کنن. متانت تلویزیون، متانت لفظی رو حس کنین تا انشالله سالهای پرباد، سالهای پربرکت، سالهای خوشی در پیش داشته باشن. و بعد از تمام این عرایز ضمن تجدید تقاضایم، یک دنیا حرفای دیگری که داشتیم که لازمه بیانم داشت و نتونستیم، به هر حال ضمن یادآوری این درخواست عمومی آرزوی بهترین ها رو میکنیم که انشاءالله روزگاری منسجم، یعنی افرادی منسجم، روزگاری خوش، تنی سلامت، جیبی پرپول، تمام ایرانیان عزیز مقیم داشته باشند انشاءالله تعالی. در خصوصا برای حضرت عالی جناب آقای سربی سال بسیار بسیار عرض کنم که پربرکت و خوشحالی برای حضرت عالی و خانوادتون و تمام دوستان و عزیزان دیگر آرزو میکنم و به هر حال به موقع خودش هم با توجه به اعتقادی که داریم دعاگو هم هستیم. امیدوارم که بسیار ممنون خیر زندگی رو ببینید و سلام علی من اتبع الهدا. من خواستم به عرضتون برسونم که این آخرین جلسه ای امسال بود دیگه. بله بله انشالله سال آینده در خدمت دوستان ختامی بود برای به عین حیات حسن ختامی بود برای برنامه ما. ممنونم از شما، بهترین ها رو برای شما. خیلی ممنونم ازتون، روزتون بخیر، روزگارتون هم خوش جناب آقای سر. به امید دیدار، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم و اگر برنامه چهارشنبه آقای دکتر اجلالی، حسن اجلالی رو دیده باشید متوجه میشید که آقای افشارها چی گفتن و من با آقای اجلالی گفتم این کار درست نبوده و من فکر کردم شما با ایشون تماس گرفتید. ضمن اینکه شماره تلفن آقای افشارها در برنامه نوشته میشه، گفته میشه، ولی ایشون نباید حتی شماره، البته خودش به من گفت چون داشتم شماره میگرفتم و هر وقت شماره کسی رو میخوام بگیرم تکرار میکنم، گفتم نه اصلا باید عادت کنین و یاد بگیریم. و چقدر آقای افشارها قشنگ گفت. براتون بگم ماجرایی که من هفته پیش دو نفر اینجا پرانک کال، یعنی کسایی که آزار و اذیت دارن و میخوان یک کسی رو زنگ بزنن یه جوری اون مقاصد کریه و کثیف خودشون رو به انجام برسونن. یه نفر زنگ زد که من از بی بی سی هستم از انگلستان. گفتم بفرمایید در خدمتم. بعد گفت که چنین و چنان. گفتم خب شما چرا از این بی بی سی توی آمریکا که همین 20 دقیقه‌ای با من هست چرا از اونها استفاده نمی‌کنید و می‌خواید از تلویزیون مردم استفاده کنید؟ من چون متوجه شدم گفتم بذار دوست عزیز من یه چیزی رو برات بگم. اولا من هر چیزی الان با شما تو تلفن میگم شما میتونید ضبط کنید، پخش کنید، چون همین جوری که آقای افشارها الان گفت، دوستان فکر کنید هر چیزی رو پشت سر کسی میگید
جلوی کسی میگید، در مهمونی میگید، جای میگید، میتونید اون رو توی پابلیک هم بگید و ترس و وحشت نداشته باشید. اگر ما اینجوری فکر کنیم، باور کنید دروغ گفتن کم میشه، پشت سر هم حرف زدن کم میشه. میدونید که در آمریکا، در کشورهای اروپایی رسمه که برای سال جدید تصمیم‌هایی رو میگیرن آدم بهتری باشن، سلامتیشون رو بهتر کنن، ورزش کنن، به دیگران کمک کنن. شما بیاین برای این سال جدید ایرانی، سال جدید فارسی زبانان در سر تا سر دنیا که خیلی هم قشنگ، همه در یک لحظه دیگه، اینجوری نیست که سیدنی 15 ساعت 14 ساعت قبل، ژاپن نمیدونم اینقدر ساعت بعد، هنگ کنگ اینجوری، بیاین تصمیم بگیریم که دروغ نگیم. خیلی مشکله دروغ کم بگیم. وقتی من به این آقا گفتم که ببین، شما میتونی الان حرفای منو ضبط کنی، هر جام دلت خواست پخش کنی، دیگه اینا با من تماس نگرفتن. فهمیدن که از سوربی درباره آقای آریان نمیدونم وطن خواه و اینها، سوربی نظرشو میگه، مینویسه، به خود آقای آریان وطن خواه هم میگم، به سعید سکویی هم گفتم، ولی چیزی رو که میگم، چه پشت سرش چه موقعی که حضور داره، همون بوده که هست. در هر صورت سال خوبی رو برای یکایک شما آرزو میکنم. شما هم اگر مایل باشید در تلویزیون مردم میتونید برنامه داشته باشید. اینجا هیچ محدودیتی، هیچ خط قرمزی وجود نداره. لازم به تذکر هست، یعنی نه تذکر، لازم به تشکر هست از دوستی که، دوست بهایی که امروز تماس گرفت با من به وسیله ایمیل و گفت آقای سوربی فکر نکن که من شما رو فراموش کردم، من برنامه های شما رو تا جایی که بتونم وقت داشته باشم میبینم و شما رو دوست دارم و امیدوارم که موفق باشید. برای ما آرزو کرده بود سال خوبی، منم برای دوستان بهایی آرزو میکنم سال خوبی در پیش باشه، سالی باشه که اونها اگر میخوان جای دفاع کنن از حق، فکر نکنن به قول آقای بهار تافته جدا بافته هستن، عمومی بگن. چرا همینجوری که الان آقای افشارها گفت، بچه های ایران، نگه بچه مسلمان ها، نگه بچه مسیحی ها، و اگه اینجوری کنیم فکر کنم کارمون بهتر میشه و سوربی هم کمتر میگه کارمون خیلی خرابه. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه بعدی آقای حسن ارشاد هست، پس از برنامه آقای حسن ارشاد ویدیوی بابک هروی، ویدیوی زیا آتابای، اینها رو ببینید. هر کدوم از این ویدیوها رو هم خواستید برای من یه ایمیل بفرستید، براتون میفرستم. روی فیسبوک هم موجود هست. باز هم از اینکه با ما بودید، یک سال دیگه سال 1394 رو هم به پایان رسوندیم، ممنون و متشکر و روز و روزگار بر شما خوش.